کتابخانه شبانه. نویسنده مت هیگ. اقتباس شنیداری زهره شادلو. راوی نسرین کوچکخانی. صدا بردار فاطمه جلالی. تهیه کننده حسین خدایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل اول. 19 سال قبل اینکه نورا تصمیم بگیره بمیره، پشت میز شطرنج کتابخونه مدرسه نشسته بود. هنگام شطرنج، حرفای خانم علم مسئول کتابخونه رو گوش میکرد. نورا، عزیزم، طبیعیه که نگران باشی. آینده مهمه. معلومه باید نگران امتحاناتت باشی. اما من مطمئنم به هر جا که میخوای میرسی. هر موقعیتی که دوست داشته باشی به دست میاری. فکر کن، خیلی هیجان انگیزه. نورا سر تکون داد. خانم علم با هیجان بیشتری گفت، آینده در انتظارته. نورا تکرار کرد، آینده. خانم علم دوباره گفت، هر جا بخوای زندگی میکنی، مثل جایی که آب و هواش گرمتر و یکم خشکتر باشه. من از سرما و رطوبت متنفرم. نورا مهره سربازش رو دو خونه حرکت داد. هرچی میخواست خانم علمو با مادرش مقایسه نکنه نمیشد. مادری که به نظر نورا موجودی پر از نقص و اشتباه بود. مثلا وقتی نورا بچه بود، مادرش میگفت گوش چپش برآمده تر از گوش راستشه. اوایل روی گوشش چسب نواری میزد. بعدها گوششو با چیزی میپوشوند. خانم علم موهای کوتاه خاکستری و صورت مهربون چروکیده ای داشت. نورا از همه آدمای مدرسه بیشتر دوستش داشت. برای همین ترجیح میداد بعد از ظهر کنار خانم علم توی کتابخونه بشینه. نورا گفت: خانم علم، سرما و رطوبت همیشه با هم نیستن. خانم علم گفت: او نکنه به آب و هوا علاقه داری؟ نورا با تردید گفت: نه زیاد. خانم علم دوباره گفت: شاید فضانورد بشی، بری سیاره‌های دیگر رو بگردی. نورا لبخند زد. میتونستین تو سیاره‌های دیگه بارون شدیدتر میباره؟ خانم علم متعجب پرسید: حتی بیشتر از شهر ما؟ نورا گفت: تو سیاره زهره بارون اسیدی میباره. صدای زنگ گوشی تلفن خانم علم گفتگوشون رو قطع کرد. خانم علم آروم گفت: نورا جان، ببخشید. خانم علم گوشی رو برداشت. به کسی که پشت خط بود گفت: بله، الان اینجاست. ناگهان خانم علم شوکه شد. از نورا فاصله گرفت، اما هنوز صداش می اومد. وای نه خدایا، حتما. بیست و هفت ساعت قبل اینکه نورا تصمیم بگیره بمیره، روی مبل زوار در رفتش نشسته بود. به زندگی شاد بقیه مردم فکر میکرد. هر لحظه منتظر بود اتفاقی بیفته. اتفاقا همینم شد. کسی زنگ در رو زد. نورا نمیدونست در رو باز کنه یا نه، چون آدم پشت در رو نمیشناخت. پشت در مرد بلند قد و شلخته ای بود، با صورت مهربون و چشمای تیز و درخشان، جوری که انگار درون هر چیزی رو میدید. دیدنش حس خوبی به نورا میداد. هیجان زدش میکرد. نورا در رو باز کرد و لبخند زد. گفت: اش، خودتی؟ اش جواب داد: آره. نورا گفت: خوشحالم میبینمت. از این ورا؟ چند هفته پیش که نورا پیانو میزد، اش از پشت پنجره براش دست تکون داده بود. چند سال پیشم از نورا خواسته بود با هم قهوه بخورن. شاید قصد داشت دوباره ازش درخواست ملاقات کنه. اش جواب داد: منم خوشحالم. البته به پیشونی چین افتادش نمی اومد خوشحال باشه. قبلا خوشحالی تو صداش موج می زد، اما حالا انگار سرد و جدی بود. ابروشو خاروند. نورا پرسید: می دویدی؟ سوال بیهوده‌ای بود.
معلومه که میدوید. اما انگار میخواست چیزی بگه. گفت امروز ماراتون بدفورده. نورا زمزمه کرد. آها آره. منم میخواستم شرکت کنم. اما یادم اومد که از دویدن متنفرم. اش گفت قبلا گفته بودی گربه داری درسته؟ نورا جواب داد آره دارم. اش پرسید اسمش ولتایر بود؟ نورا گفت بهش میگفتم ولتس. ولتایر برایش سنگینه. گمونم زیاد به ادبیات و فلسفه قرن 18 فرانسه علاقه نداره. اش سرشو پایین انداخت و گفت گمونم مرده. نورا گفت چی؟ اش جواب داد کنار جاده افتاده. اسمش رو روی گردنش دیدم. فکر کنم ماشین بهش زده بود. متاسفم. نورا یان از احساسات درونش ترسید. جای گریه زری لبخند زد. میخواست به خودش تلقین کنه هنوز برای گربش اتفاقی نیفتاده. اش جراح بود. وقتی میگفت ولتس مرده حتما مرده بود. اش دوباره گفت متاسفم. غم تمام وجود نورا رو گرفت. نفسش سخت بالا میومد. مغموم و گرفته روی سنگ فرشای خیس و ترک خورده خیابون جلو رفت. روبروش جسم بارون خورده یو دید که رو آسفالت کنار پیاده رو افتاده بود. صدای خودش رو شنید. ولتس نه. خدایا. خیلی برای گربه از دست رفتش متاسف بود. اما در این حال متوجه مطلب مهمی شد. وقتی چشمش به چهره آروم، ساکت و رها و بیدرد ولتس افتاد، احساس جدیدی بهش دست داد. حسی که تاریکی درونش رو تکمیل می کرد. حسادت. نه ساعت و نیم قبل اینکه نورا تصمیم بگیره بمیره، برای شیفت بعد از ظهرش تو مغازه نظریه ریسمان دیر رسید. همکارش نیل توی دفتر شلختش نشسته بود. نورا بهش گفت ببخشید دیر رسیدم. گربم دیشب مرد. خوب نخوابیدم. بعدم یادم رفت ساعت کوک کنم تا دم ظهر خواب بودم. راست میگفت. ظاهرش تعریفی نداشت. با صورتی بدون آرایش و موهایی که از پشت بسته بود. مثل همیشه لباس فرم سبز مخملی کبریتیشم پوشیده بود. نیل نگاهش را از کامپیوتر گرفت. نورا رو نگاه کرد. به صندلیش تکیه داد. دستش رو به هم گره زد. زیر چونش گذاشت. حالت متفکرانهی به خودش گرفت. بیشتر شبیه کنفوسیوس موقع تفکر بود تا رئیس فروشگاه ابزارالات موسیقی. آقای کنفوسیوس بالاخره به حرف اومد. نورا، من دوستت دارم. از مشکل روحیتم خبر دارم. نیل سرش تو کار خودش بود. عشق گیتار بود. گاهی قطعات قدیمی رو توی مغازه می نواخت. نورا گفت مشکلات واسه همه پیش میاد دیگه. نیل گفت خودت می دونی منظورم چیه نورا. نورا به دروغ گفت الان خیلی بهترم. نیازی به بستری نیست. دکتر میگه افسردگی مربوط به شرایطمه. باید سعی کنم محیط اطرافم رو عوض کنم. به زندگی عادیم ضربه نمیزنه. البته به جز زمانی که مامانم... آره به جز همون موقع. نیل آهی کشید و گفت نورا چند وقت اینجا زندگی میکنی؟ نورا جواب داد 12 سال و 11 ماه و 3 روز. نیل گفت خیلی زیاده. به نظرم واسه کارهای بهتر و بزرگتری ساخته شدی. تو نزدیک 40 سالته. نورا جواب داد 35 سالمه. نیل گفت کارهای زیادی ازت برمیاد. به مردم پیانو یاد میدی. نورا جواب داد فقط به یه نفر. نیل گفت نورا وقتی 14 سالت بود آینده رو چطور می دیدی؟ تصور می کردی در آینده تو مغازه کار کنی؟ نورا جواب داد 14 سالگی؟ اون موقع شناگر بودم. نورا سریع ترین شناگر 14 ساله کرال و نفر دوم شنای آزاد کشور بود. هنوز لحظه ایو که روی سکو رفته بود به یاد داشت. نیل سریع پرسید خب چی شد؟ نورا مختصر جواب داد خیلی فشار روم بود. نیل گفت نورا فشارای زندگی ما رو میسازه. زغالم با فشار زیاد تبدیل به الماس میشه. نورا حرفش رو اصلاح نکرد. بهش نگفت گرچه زغال و الماس هر دو از کربنن، اما هر چقدرم به زغال فشار وارد بشه تبدیل به الماس نمیشه چون ناخالصی زیادی داره. طبق مباحث علمی زغال از اول زغاله و تا آخرش زغال میمونه. شاید بزرگترین درس زندگی هم همین باشه. بعد
موهای دومسبیش رو که مثل زغال سیاه بودن صاف کرد و گفت: چی میگی نیل؟ نیل گفت: میگم هیچ وقت برای دنبال کردن رویاهات دیر نیست. نورا جواب داد: الان دیگه خیلی دیره. نیل گفت: نورا، تو آدم شایسته ای هستی، مدرک فلسفه داری. نورا پرید تو حرفش: نیل، تو بیدفورد برای فیلسوفا کاری وجود نداره. نیل گفت: تو رفتی دانشگاه، یه سال تو لندن موندی و برگشتی. نورا گفت: بله، گزینه های زیادی هم برای انتخاب نبود. نورا دوست نداشت راجع به مادر مردش یا دن صحبت کنه. صدای نیلو شنید: هممون فرصت انتخاب داریم، هممون اراده داریم. نه همیشه. حالا چرا اینجا رو برای کار انتخاب کردی؟ دو تا انتخاب داشتم، اینجا و مرکز نگهداری حیوانات. اینجا هم پولش بهتر بود، هم به موسیقی ربط داشت. قبلنم با برادرت گروه موسیقی داشتی، درسته؟ آره، ولی به جای خاصی نرسید. ولی برادرت چیز دیگه ای میگفت. نورا شگفت زده شد: برادرم از کجا میشناسی؟ نیل گفت: جمعه اومد ازمون خرید کرد. برادرم تو بیدفورده؟ نورا با توجه به مشخصات مشتری مطمئن شد برادرش نبوده. احتمالاً رابی بهترین دوست برادرش بوده. برادرش گیتارو کنار گذاشته بود، اونم به خاطر علاقه بیشتر به آیتی مسخره. بعدش هم که گذاشت و رفت لندن. اما رابی تو بیدفورد موند. حالا عضو گروه موسیقی بود. نورا مطمئن بود برادرش میدونه جمعه ها سر کار نمیره. به نیل گفت: عجب جالبه. به هر حال من اینجا خوشحالم. نیل گفت: شک دارم. حق با نیل بود. روح مریض نورا از درون نابودش میکرد. اما لبخند پهنی زد و گفت: منظورم اینه که شغلم خوشحالم میکنه. ازش راضیم. بهش نیاز دارم. نیل جواب داد: نورا، تو آدم خوبی هستی. نگران اوضاع جهانی، بی خانمانا، طبیعت. نورا دوباره تکرار کرد: من به این شغل نیاز دارم. تو به آزادی نیاز داری؟ نه، ندارم. نورا، اینجا خیریه نیست. هرچند کم کم داره میشه. منظور چیزیه که هفته پیش گفتم؟ راه جذب مشتریای جوون؟ نیل با حالتی تدافعی جواب داد که: نه نه، من فقط نمیخوام بابت صورت پژمرده و دل زده کردن مشتریا بهت پول بدم. نورا گفت: چی میگی نیل؟ نیل گفت: متاسفم. بعدم نفسی گرفت و ضربه نهایی رو زد. فکر کنم باید بذارم بری. نه ساعت قبل اینکه نورا تصمیم بگیره بمیره، بی هدف اطراف بیدفورد پرسه میزد. تمام شهر براش یادآور غم و ناامیدی بود. نگاهش به ساختمان مرکزی ورزشی افتاد، جایی که پدر مرحومش برای اولین بار مسابقه شناشو تماشا کرده بود. رستوران مکزیکی که با دن توش غذا خورده بودن، یا بیمارستانی که مادرش توش درمان میشد، همه همون حوالی بودن. دن دیروز بهش پیام داده بود: نورا، دلم برای صدا تنگ شده، میشه بهت زنگ بزنم؟ نورا جواب نداده بود. نه به خاطر اینکه دیگه حسی بهش نداشت، برعکس، هنوز دوستش داشت. نمیخواست دوباره بهش آسیب بزنه. نورا زندگیشو خراب کرده بود. به هم زدن عروسی، اونم دو روز قبل مراسم، ضربه کوچیکی نبود. کمی بعد دن بهش پیام داده بود که زندگیم آشفته و به هم ریخته است. جهان به آشوب و بی‌نظمی تمایل داره. این اصل پایه و اساس ترمودینامیکه. مثلا اول شغل تو از دست میدی، بعد اتفاقای بدتری میفته. باد بین درخت‌ها وزید، بارون تندی باریدن گرفت. نورا زیر سایه کیوسک روزنامه فروشی پناه گرفت. کم کم حسی توی وجودش رشد میکرد، اعتقاد به بدتر شدن اوضاع. هشت ساعت قبل اینکه نورا تصمیم بگیره بمیره، وارد کیوسک روزنامه فروشی شد. زن پشت کانتر پرسید: به خاطر بارون پناه گرفتی، درسته؟ نورا سری تکون داد و تایید کرد. اونقدر مایوس بود که حس میکرد توان تحمل اون حجم از ناامیدی رو نداره. مجله جغرافیایی روبروش رو نگاه کرد. عکس سیاه‌چاله بزرگی جلوی چشماش بود. ماهیت خودش، چاله خالی و سیاه، ستاره‌ای مرده که سقوط کرده. نگاهش به مرد ژولیده‌ای افتاد که تو قسمت مجله‌های موسیقی با سر خم تو مقاله‌ها سرک می‌کشید. شبیه رابی دوست برادرش بود.
مرد به سمتش برگشت و صداش زد. نورا! نورا گفت. راوی، سلام. شنیدم جو تو بدفورد بوده. تو دیدیش؟ آره. نورا ناراحت گفت. نگفته بود میاد. راوی گفت. زود برگشت. نورا جواب داد. حالش خوب بود. راوی مکس کرد. نورا، گمونم افسرده شده. قلب و ذهن نورا از فکر اینکه برادرشم درد اونو بچشه سنگین تر شد. راوی دوباره گفت. باید از اون لونه موش بیاد بیرون. حالا چی میشه اگه آدم گیتاریست اصلی یه گروه موفق نباشه؟ دنیا که به آخر نمیرسه. منم تازگی آه در بساط ندارم. دیگه برای کارهای سطح پایینم پول خوب نمیدن. حتی اگه رضایت بدی توالت ها رو بشوری. نورا، تو تا حالا توالت شستی؟ نورا جواب داد. اوضاع منم خوب نیست. انگار مسابقه کی بدبخت‌تره گذاشتیم. راوی تلخ خندید. سختی زندگی روی صورتش سایه انداخته بود. نورا پرسید، هنوز به خاطر لبیرنس ناراحتی؟ راوی جواب داد، لبیرنس همه چیز من و برادر تو الا بود. ما با یونیورسال قرار داد بسته بودیم. آلبوم، تکاهنگ، تورای جهانی، کلی آماده سازی و تبلیغات. میشد جای گروه کولت پلی باشیم. نورا گفت، تو از کولت پلی متنفری. اشک کلافه نفس کشید. مثال میزنم. میشد جای بیتفورد، توی مالیبو باشم. واسه همین جو آمادگی نداره ببینتت. نورا گفت من حملات عصبی داشتم. کار همه رو خراب میکردم. از کمپانی خواستم با شماها بدون من قرارداد ببنده. حتی موافقت کردم فقط شعراتونو بنویسم. اینکه همون موقع نامزد کرده بودم تقصیر من نبود. اما نامزدی برخلاف قراردادشون بود. راوی پرسید راستی تکلیف نامزدی و ازدواج چی شد؟ نورا جواب داد راوی زندگی عادلانه نیست. راوی پوزخند زد. عادلانه؟ جالبه. زن فروشنده کنجکاو و مبهوت بهشون زل زده بود. نورا دوباره گفت گروه های موسیقی خیلی دوام نمیارن. احتمالا مثل شهابسنگ می درخشیدیم بعدم سری ناپدید می شدیم. راوی گفت ولی شهابسنگ ها خیلی قشنگن. نورا جواب داد راوی کتا بیا. هنوزم الا رو داری درسته؟ راوی جواب داد آره. ولی میشد هم الا رو داشته باشم هم تو گروه معروف موسیقی باشم با کلی پول. بعد دستشو مشت کرد و گفت همه چی همینجا بود تو مشتم. آهنگا میترکوند. نورا بابت اینکه تو دلش گفت آهنگامون نه آهنگام از خودش متنفر شد. راوی نگاش کرد. نورا به نظرم مشکل ترس از صحنه اجرا یا عروسی نیست. تو از کل زندگی میترسی. کلماتش دردناک بود. نفس نورا لحظه‌ای گرفت اما با حالت تلافی جویانه‌ای گفت مشکل تو همینه که بقیه رو واسه زندگی مزخرفت مقصر میدونی. راوی مثل آدمای سیلی خورده مجله رو سر جاش گذاشت. گفت بعدن میبینمت. بعد به طرف در رفت. نورا بلند از پشت سر گفت سلاممو به جو برسون. نورا گفت لطفاً. اما کلمه آخرش تو صدای در و بارش شدید بارون گم شد. زن پشت کانتر چیزی گفت. نورا نشنید. برگشت طرفش رو پرسید ببخشید چیزی گفتین؟ زن دوباره گفت شما نورا سیت هستین؟ زن بلوند و برنزه بود. راحت و بیخیال به میزش تکیه داده بود. نورا از خیلی وقت پیش چنین حالتی رو فراموش کرده بود. جواب داد بله. کریان هستم. تو رو از مدرسه یادمه. شناگر باهوشی بودی. یادم مربی ازت امتحان گرفت. گفت بالاخره به المپیک میرسی. رسیدی؟ نورا جواب داد نه. ادامه ندادم. موسیقی رو بیشتر دوست داشتم. مسیرم عوض شد. کریان پرسید حالا چی کار میکنی؟ نورا گفت کارهای مختلف. کریان پرسید ازدواج کردی؟ بچه داری؟ نورا فقط سر تکون داد. دلش میخواست آب شه بره تو زمین اما با غریبه ها راجع به همچین مسائلی حرف نزنه. کری دوباره گفت وقتت تلف نکن. دیگه وقتشه. نورا گفت 35 سالمه. مطمئن نیستم دیگه بخوام ازدواج کنم. مکس کرد. کاش ایزی کنارش بود. ایزی اصلا همچین سوالاتی رو تحمل نمی کرد. زن گفت ما بچه دار شدیم. دو تا بچه شیطون بلا داریم. عرضشش داشت. الان احساس کامل شدن دارم. میخوای عکسشون رو نشونت بدم؟ نورا جواب داد نه گوشی سرمو درد میاره. دنم بچه دوست داشت. اما نورا با مادر شدن کنار نمی اومد. میترسید افسردگی شدیدتر بشه. حتی از پس خودشم بر نمی اومد. چه برسه به یه آدم دیگه؟ کریو نگاه کرد و گفت باید برم. کری گفت ولی بارون هنوز بند نیومده.
نورا با سرعت به طرف در رفت. آرزو میکرد چیزی جز در مقابلش نباشه. دوستش همه چیزو رها کنه. همه چیزو پشت سر بذاره و دیگه به سمتش بر نگرد. هفت ساعت قبل اینکه نورا تصمیم بگیره بمیره، حس میکرد در حال سقوط آزاده. امید آخرش، بهترین دوست سابقش، ایزی بود. هرچند ایزی در حال حاضر استرالیا زندگی میکرد، با 16,000 کیلومتر فاصله. البته رابطهشون تازگی ها خیلی هم بد نبود. نورا گوشیشو در آورد. پیامی براش نوشت. سلام ایزی، خیلی وقت با هم صحبت نکردیم. دلم برات تنگ شده رفیق، دوست دارم ببینمت. دو تا ایموجی هم پایین نامه گذاشت و ارسالش کرد. ایزی سریع پیامش رو دید. نورا منتظر جواب پیام موند. از روبروی سینما گذشت. فیلم بازیگر مورد علاقه‌اش رایان بایلی روی پرده بود. از اول به این بازیگر علاقه داشت. خصوصاً از وقتی که تو یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود فلسفه خونده. عقربه‌های ساعت جلو می‌رفت. نورا فقط دنبال یه دلیل می‌گشت. فقط یه دلیل برای وجودش. اما هیچ دلیلی پیدا نمی‌کرد. مشکل این بود که حتی یه هدف کوچیک هم تو زندگیش نبود. پنج ساعت قبل اینکه نورا تصمیم بگیره بمیره، به سمت خونش رفت. صدای زنگ گوشیش بلند شد. امیدوار تلفن توی دستش رو نگاه کرد، بلکه ایزی باشه. شایدم راوی به برادرش خبر داده بود باهاش تماس بگیره. اما نه، تماس رو جواب داد. بله دورین. دورین گفت. کجایی؟ انگار صداش مضطرب بود. نورا همه چی رو فراموش کرده بود. حتی زمانو. جواب داد. روز مزخرفی بود. ببخشید. دورین گفت. نورا یه ساعتی در خونت وایسادیم. 5 دقیقه دیگه میرسم. به لیام کمک میکنم تمریناتش رو انجام بده. دورین مکسی کرد و جواب داد. دیگه دیره. قراره 3 روز پیش پدرش باشه. ببخشید. خدایا. خیلی متاسفم. از صمیم قلبش متاسف بود. صدای دورین رو شنید. لئو میخواد همه چی رو کنار بذاره. نورا گفت کارش که خیلی خوبه. آره خیلی لذت میبره. اما سرش خیلی شلوغه. امتحانات، فوتبال و خیلی چیزای دیگه. نورا دوباره اصرار کرد. لئو خیلی با استعداده. لطفاً. خداحافظ. نورا حس کرد زمین زیر پاش ترک برداشت. باز شد و بلعیدش. انگار بین لایه‌های زمین فشرده میشد. 4 ساعت قبل اینکه نورا بمیره، همسایه مسنش آقای بانرژی رو دید. پیرمردی 85 ساله و نحیف که بعد از جراحی سرحال تر شده بود. آقای بانرژی نگاش کرد و گفت هوا خیلی افتضاح شده نه؟ آره خیلی. پشت در خونش ایستاده بود. دنبال کلیداش میگشت. خیلی کم پیش میومد همسایه پیرش رو بیرون خونه ببینه. نورا از همون ماه اول که به این خونه اومده بود تو خریدای آنلاین کمکش میکرد. آقای بانرژی کلیدش رو پیدا کرد و به سمت نورا برگشت. یه خبر خوب. دیگه بابت داروام زحمتت نمیدم. تازگی ها یه جوون داروساز همسایه‌مون شده. گفت تو جمع و جور کردن داروام کمکم میکنه. نورا تلاش کرد جواب بده. اما نتونست. فقط سر تکون داد. در رو باز کرد و خودش رو انداخت تو خونه. همه چی معلوم بود. دیگه هیچ کس تو این دنیا به نورا احتیاج نداشت. نورا اضافی بود. سکوت کر کننده خونه آزارش میداد. بوی غذای گربه به مشامش می رسید. ظرف غذای نیم خورده گربش هنوز گوشه خونه بود. 3 قرص افسردگی با آب خورد. باقی مونده قرصارم نگاه کرد. 3 ساعت قبل این که تصمیم بگیره بمیره، تمام وجودش پر از پشیمونی شده بود. از فرق سر تا نوک پا. پشیمونی بهش می گفت زندگی همه اطرافیان در نبودش بهتره. کم کم به چاله سیاه نزدیک می شد. جاذبه درونش نورا رو با تمام قوا به سمت خودش می کشید. حقیقت سیاه زندگیش نمایان می شد. حقیقتی غیر قابل تحمل. اما به شدت قوی. اونقدر قوی که نمی شد انکارش کرد. شبکه های اجتماعیش رو نگاه کرد. نه پیامی، نه کامنتی، نه فالوئر جدیدی، نه حتی درخواست دوستی جدیدی. هیچ کس سراغی ازش نگرفته بود. چرخی توی اینستاگرام زد. همه برای زندگیشون تلاش میکردن به جز نورا.
پست بی ربطی توی فیسبوک گذاشت. 2 ساعت قبل اینکه تصمیم بگیره بمیره، یه بطری باز کرد. نوشته های فلسفیش بهش دهنکجی می کردن. مربوط به زمان دانشگاهش بودن. زمانی که هنوز دلیل و امکانی برای زندگی وجود داشت. پشت پیانوی الکتریکی کوچیکش نشست. اما دست دلش به نواختن نرفت. به زمانایی فکر کرد که کنار لئو می شست و بهش آموزش می داد. خاطرات خوب در چشم به هم زدنی تبدیل به خاطرات دردناک شده بود. زمان می گذشت. نگاهی به اطرافش انداخت. انگار حقیقت با تمام قوا بهش هجوم می آورد. نورا برای این زندگی ساخته نشده بود. تمام حرکاتش اشتباه بود. تصمیماتش فاجعه بار بود. هر روز چند قدم از آدمی که می خواست باشه دورتر می شد. دوست داشت شناگر، موزیسین، فیلسوف، جهانگرد یا همسر خوبی باشه. آرزو داشت شاد باشه، عاشق باشه. اما به هیچ کدوم از رویاهاش نرسیده بود. حتی موفق نشده بود از یه گربه مراقبت کنه. موفق نشده بود کلاس تدریس پیانوشو حفظ کنه. کلاسی که فقط 1 ساعت در هفته بود. حتی آدم مناسبی برای ارتباط برقرار کردنم نبود. همسایش دیگه نمیخواست باهاش معاشرت کنه. قرصا تأثیری نداشتن. بطری رو تموم کرد. سرشو به سمت آسمون برد و گفت: دلم برات تنگ شده. مخاطبش شاید تمام آدمایی بودن که عاشقشون بود. انگار روحشون همراه نورا تو اون اتاق بود. به برادرش زنگ زد، اما جواب نداد. براش پیام صوتی گذاشت. عاشقتم جو. فقط میخواستم بدونی کاری از دستم بر نمی اومد. مقصر همه چی خودمم. ممنون که برادرم بودی. عاشقتم. خدا نگهدار. بارون شروع به باریدن کرد. آروم نشسته بود قطره‌های بارون رو نگاه میکرد. 22 دقیقه از 11 گذشته بود. کاملا مطمئن بود نمیخواد فردا رو ببینه. از جاش بلند شد. تک کاغذ و خودکاری پیدا کرد. تصمیمش رو گرفت. بهترین زمان برای مردن بود. عزیزی که این نامه رو میخونی، من تمام تلاشم رو کردم که زندگی مفهومی داشته باشه. اما خودم تک تک اون مفاهیم رو خراب کردم. دنیا به خاطر بیتوجهی و بد اقبالیم کنارم گذاشت. حالا من میخوام دنیا رو کنار بذارم. اگه ممکن بود زندگیمو ادامه میدادم. اما دیگه نمیشه. نمیکشم. وجودم فقط زندگی رو برای بقیه سخت‌تر میکنه. متاسفم. با هم دیگه مهربون باشیم. خدا نگهدار. نورا. اول به خاطر غلظت مه اطرافش رو نمیدید، اما کم کم چشمش به فضا عادت کرد. اطرافش پر از ستون بود. تو مسیری پر از ستونای بلند ایستاده بود. ستونای آبی و خاکستری. مه به مرور محو شد و شکل واقعی فضا معلوم شد. ساختمونی استوار و مستطیل شکل روبروش بود. تقریبا شبیه ساختمونایی در اندازه کلیسا یا سوپرمارکتی کوچیک با نمای سنگی و رنگی شبیه به رنگ ستونها. دری بزرگ و چوبی در مرکز ساختمون و ساعت بزرگ و زیبایی با اعداد مشکی لاتین روی دیوار زیر شیروانی به چشم می‌خورد. عقربه‌ها نیمه شب نشون می‌داد. پنجره‌های هلالی بزرگی با قاب‌های سنگی دیوار رو اشغال کرده بودند. اول به نظر می‌رسید 4 تا پنجره روی دیوار باشه، اما ثانیه‌ای بعد احساس کرد 5 تا شدن. خیال کرد تو شمارش اشتباه کرده. چیز دیگه‌ای اطرافش نبود. قرار نبود جای دیگه‌ای هم بره. کنجکاو به سمت ساختمون رفت. نگاهی به ساعت روی دستش انداخت. مثل ساعت روی دیوار 12 شب نشون میداد. منتظر بود ساعت 12:01 بشه، اما نشد. حتی بعد از اینکه به ساختمون نزدیکتر شد، زمانی هم که از در چوبی وارد ساختمون شد، تغییر ایجاد نشد. یا ساعتش مشکل داشت یا اتفاقی برای زمان افتاده بود. همه چیز عجیب بود. چه اتفاقی میافتاد؟ با خودش گفت شاید اینجا جواب سوالش رو پیدا کنه. تمام فضای داخلی غرق در نور بود. زمین پوشیده از سنگایی با رنگ روشن بود. رنگی بین زرد و شتری. اما پنجره‌هایی که از بیرون دیده بود از سوی ساختمون دیده نمی‌شدند. چند قدم که برداشت دیوارا از بین رفتن. قفسه‌های کتاب پدیدار شد. راهروی پر از قفسه‌های کتاب که تا سقف ساختمون رو پوشونده بودند. نورا توی راهروهای پر از کتاب قدم می‌زد. کتابای بی‌شمار مقابلش رو نگاه می‌کرد. همه جا پر از کتاب بود.
قطرشون به قدری نازک بود که به سختی میشد تشخیصشون داد. جلدا همه سبز بودن، سبزای مختلف، تیره، روشن، زمردی و چمنی. کتابا قدیمی به نظر می رسیدن، اما هوای کتابخونه تازه بود، هوایی به تازگی و طراوت یک چمنزار. راه روی دیگه ایو انتخاب کرد. به گشتن ادامه داد، اما احساس کرد بین راهروها و قفسه ها گم شده. تلاش کرد راه خروج رو پیدا کنه، اما موفق نشد. مدام با خودش تکرار می کرد، طبیعی نیست، اصلا طبیعی نیست. لحظه ایستاد، به تعدادی از کتابا نزدیک شد. از نام کتاب یا نویسنده خبری نبود، فقط اندازه شون فرق می کرد. در واقع ارتفاعی یکی بود، اما قطر متفاوتی داشتن. قطر بعضی کتابا 2 اینچ و بعضی کمتر بود. حتی بعضیشون بیشتر شبیه جزوه بودن تا کتاب. تصمیم گرفت یکی از کتابا رو برداره. یک کتاب سبز با قطر متوسط انتخاب کرد. کمی گرد و خاک روش بود. قبل از اینکه کتابو کامل از قفسه بیرون بکشه، صدایی از پشت سرش بلند شد. مراقب باش. نورا یکه خورد. به سمت صدا برگشت. لطفاً مراقب باش. زنی از ناکجا آباد پشت سرش ایستاده بود. با حدود 60 سال سن، موهای خاکستری و لباس رسمی. نورا زمزمه کرد، شما کی هستین؟ قبل از اینکه سوالش تموم بشه جوابو میدونست. زن محجوبانه جواب داد، من کتاب دارم. صورتش منحصر به فرد و هوشمند بود، با همون نگاه آشنا. زن کتابدار دبیرستانش بود. نورا افکارش رو به زبان آورد، خانم علم؟ خانم علم لبخندی زد و جواب داد، شاید. نورا بعد از ظهرای بارونی و بازی شطرنج رو یادش می اومد. روز فوت پدرشم تو کتاب خونه بود. خانم علم بیچاره با چه مشقتی خبر رو بهش گفته بود. پدر عزیزش تو زمین راگبی در حال آموزش به بچه های مدرسه شبانه روزی دچار حمله قلبی شده بود. نورا تا نیم ساعت اول بی حس به صفحه شطرنج مقابلش زل زده بود. واقعیت انقدر وحشتناک بود که هضمش نمی کرد. اما کم کم طوری به تمام وجودش هجوم آورد که فرار ازش غیر ممکن بود. اون روز تا آخرین نفس توی آغوش خانم علم گریه کرده بود. خانم علم محکم بغلش کرده بود. هنوزم جملاتش توی گوشش بود. آروم باش. همه چی درست میشه. 1 ساعت بعد مادرش اومده بود. برادرش مات و مبهوت رو صندلی عقب نشسته بود. نورا به مادرش گفته بود عاشقشه. اما جوابی نگرفته بود. یادآوری خاطراتو کنار گذاشت. کنجکاوانه از خانم علم پرسید، اینجا چه خبره؟ من کجام؟ خانم علم دوباره لبخند زد، اینجا کتابخونه است. اما کتابخونه دبیرستان نیست، هیچ راه خروجی هم وجود نداره. من مردم؟ اینجا دنیای بعد از مرگه؟ نه دقیقا. نورا کلافه نگاه کرد و گفت، متوجه نمیشم. برات توضیح میدم. چشمای خانم علم برق میزد. گفت، بین مرگ و زندگی کتابخونه‌ای با بی نهایت کتاب وجود داره. هر کتاب فرصتیه برای تجربه زندگی‌های دیگه تا ببینی اگه امکان تجربه فرصتی دیگر رو داشته باشی اوضاع چطور پیش میره. اگه فرصت جبران پشیمونیات رو داشته باشی چی کار میکنی؟ نورا پرسید، یعنی الان مردم؟ نه نورا، دقت کن، تو بین مرگ و زندگی هستی. مرگ جایی بیرون این کتابخونه است. پس باید از اینجا برم، چون میخوام بمیرم. خانم علم با لحنی جدی گفت، مردن اینطوری نیست عزیزم. یعنی چی؟ تو به سمت مرگ نمیری، مرگ به سمت تو میاد. به نظر میومد نورا حتی بلد نیست بمیره. حس آشنایی بود، ناکامی، هم در مرگ و هم در زندگی. به سمت خانم علم برگشت، چرا مرگ به سمتم نمیاد؟ من که حتی براش دعوتنامه هم فرستادم. اگه آرومت میکنه باید بهت بگم تو در آستانه مرگی. آدمو خیلی تو کتابخونه نمیمونن. نورا اطرافش رو نگاه کرد. تو زندگیش که دقیق میشد میدید به هیچ چی نرسیده، به هیچ جایگاهی دست پیدا نکرده. پشیمونی مثل یه قطعه موسیقی مدام توی سرش تکرار میشد. زمزمه کرد، نه شناگر المپیکی شدم، نه تو درسم موفق شدم، نه با دن ازدواج کردم، نه مادر شدم، نه خواننده اصلی گروه موسیقیمون شدم. حتی انسان خوب یا شادی هم نشدم. از گربم هم خوب مراقبت نکردم. حالا هم مثل آدمی زاد نمردم.
رقت انگیز بود. موقعیت های خیلی زیادی رو از دست داده بود. صدای خانم علم بلند شد. تا زمانی که اینجایی از مرگ در امانی، حالا باید راجع به زندگی مورد علاقت تصمیم بگیری. ناگهان قفسه های اطراف شروع به حرکت کردند. زاویه قرارگیریشون تغییر نمی کرد، فقط افقی حرکت می کردن. هیچ مکانیزم و توضیحی برای حرکتشون وجود نداشت. آروم حرکت می کردن، طوری که کتابا از سوی قفسه ها پایین نمی افتاد. نورا پرسید: چی شد؟ خانم علم با حالت خاص یه قدم جلو اومد، دسته نورا رو گرفت. اوه، وقتشه عزیزم، شروع کن. چیو؟ زندگی هر آدمی از تصمیمای بیشماری به وجود اومده، تصمیمای بزرگ یا کوچیک، اما هر تصمیمی نتایج خودشو داره. هر کدوم آینده متفاوتی رو برات رقم میزنه. این کتابا دروازن، ورودی زندگیایی که میشد داشته باشی. نورا دید شده بود. زمزمه کرد: چی؟ اگه تصمیمای متفاوتی میگرفتی زندگیت عوض میشد. حتی یه تصمیم متفاوت نتیجه همه چی رو عوض میکرد. همه ی نتایج، همه ی زندگی‌های مختلف تو این کتابخونه و کتاباشه. عین زندگی واقعی. مثل جهان موازی؟ بیشتر از جهان موازی. چیزی هست که بخوای تغییرش بدی؟ کار اشتباهی کردی؟ پاسخ سوال آسون بود. نورا گفت: کل زندگی. جواب نورا بینی کتاب رو اذیت کرد. دستمالی از لباسش در آورد و عطسه کرد. عطسه! نورا گفت: عافیت باشه خانم علم. همون لحظه دستمال از توی دستش ناپدید شد. خانم علم بدون اینکه به غیب شدن دستمال توجهی کنه گفت: تغییر یه تصمیمه. ممکنه رو کل زندگی تأثیر بذاره. درسته از زندگیت خارج شدی، اما این یه فرصت نورا. این که ببینی همه چی چطور پیش میره. نورا با خودش تکرار میکرد: امکان نداره واقعی باشه. به نظر میومد خانم علم افکارشو میخونه. واقعی نورا، اما درکش نمیکنی. وقتی اینجایی نه مردی نه زندهی. این جهان واقعی نیست، اما رویام نیست. کوتاش کنم، اینجا کتابخونه شبانه است. نورا متوجه شد توی قفسه سمت راستش فاصله بزرگی بین کتابا ایجاد شده. همه کتابا فشرده کنار هم بودن، به جز یکی که از بقیه جدا افتاده بود. رنگش مثل کتابای دیگه سبز نبود، خاکستری تیره بود، مثل سنگای ساختمون کتابخونه. خانم علم کتابو دست نورا داد. چشماش پر از غرور و شادی بود، انگار تو دستای نورا هدیه کریسمس گذاشته بود. کتاب سنگین‌تر از چیزی بود که به نظر می‌اومد. قبل باز کردنش خانم علم دست نورا رو گرفت. نورا، همیشه باید صبر کنی تا بهت اجازه بدم. چرا؟ تمام کتابای اینجا به جز یکیشون نسخه های متفاوت زندگیته. میبینی؟ زندگی هر کی هزاران حالت داره. تمام کتابا از نقطه مشترکی شروع میشن. حالا نیمه شب 28 آپریله، اما بعدش همه چی عوض میشه. نورا به کتاب توی دستش اشاره کرد و گفت: بجز این یکی؟ آره، این کتابیه که تو بدون هیچ کلمه ای نوشتی. چی؟ منشأ تمام مشکلاتته و البته جوابشون. نورا دوباره کتاب توی دستش رو نگاه کرد و پرسید: چه کتابیه؟ بهش میگن کتاب پشیمانی ها عزیز دلم. نورا نگاهی به کتاب انداخت. حالا نوشته روی کتاب واضح میدید. روی جلد کتاب با خط ریزی نوشته بود: کتاب پشیمانی ها. خانم علم با انگوش روی جلد کتاب زد و گفت: همه ی پشیمونیات از اول عمرت اینجا ثبت شده. حالا کتابو باز کن. کتاب سنگین بود. نورا چارزانو روی زمین سنگی نشست. کتاب به فصلهای مختلف تقسیم شده بود. با بالا رفتن سنش حجم فصلها هم بیشتر شده بود. اما پشیمونیا مختص همون سال خاص نبود. خانم علم گفت: پشیمونیات به ترتیب زمان نیست. تأثیرش تو همه مراحل زندگی پخش شده. نورا متفکر جواب داد:
منطقیه. متوجه شد پشیمونیا از کوچک و پیش پا افتاده تا بزرگ دسته‌بندی شدن. مثلا از امروز زیاد ورزش نکردم تا پشیمونم به پدرم نگفتم چقدر عاشقشم. بعضی از پشیمونیا به طور مداوم تو اکثر صفحات تکرار شده بود. نورا شروع به خوندن کرد. از ترک گروه موسیقیمون پشیمونم. برادرمو ناامید کردم. از ترک گروه موسیقیمون پشیمونم. خودمو سرخورده کردم. پشیمونم که برای طبیعت بیشتر تلاش نکردم. از زمانی که برای شبکه‌های اجتماعی تلف کردم پشیمونم. پشیمونم که با ایزی نرفتم استرالیا. از اینکه دوران جوانی خوش نگذروندم پشیمونم. از تمام بحثام با پدرم پشیمونم. کاش وقت بیشتری با حیوانات می‌گذروندم. کاش جای فلسفه زمین شناسی می‌خوندم. پشیمونم که یاد نگرفتم شادتر باشم. از اینکه همیشه احساس گناه کردم پشیمونم. از اینکه زبان اسپانیایی رو ادامه ندادم پشیمونم. از اینکه ازدواج نکردم پشیمونم. از اینکه کارشناسی ارشدمو تو کمبریج نگذروندم هم پشیمونم. از اینکه به سلامتی اهمیت ندادم رفتم انگلیس اما برای تدریس انگلیسی نرفتم پاریس خیلی پشیمونم. از اینکه کتابی که دوران دانشگاه شروع کردم به پایان نرسوندم پشیمونم. کاش خواهر بهتری بودم. از اینکه پدرمو ناامید کردم پشیمونم. بیشتر از اینکه پیانو بزنم آموزش دادم. مسائل مالیمو مدیریت نکردم. به جای خارج از شهر توی شهر زندگی کردم. از همشون پشیمونم. بعضی از پشیمونی ها مدام کمرنگ و پررنگ می شدن. مثل از اینکه هنوز بچه ندارم پشیمونم. خانم علم دوباره ذهنشو خوند. بعضیاشون گاهی هستن، گاهی ناپدید میشن. تزیین‌ترین فصل مربوط به 34 سالگی به بعد بود. پر از پشیمونی. پشیمونی های تأثیرگذار و پررنگ. اونقدر عمیق که مدام تو سرش تکرار میشد. با دن بی‌رحمانه برخورد کردم. از اینکه باهاش به هم زدم پشیمونم. وقتی شروع به خوندن کرد، مردی رو به یاد آورد که زمانی قرار بود باهاش ازدواج کنه. ایران صدا .ir فصل دوم. وقتی با ایزی در منطقه توتینگ لندن زندگی می‌کردن، دنو ملاقات کرد. پسری کنجکاو و بامزه، با تحریش و لبخندی عمیق که همیشه پای ثابت دور همیا بود. تاریخ هنر می‌خوند. برای خودش رویاهایی داشت. مثلا راه انداختن کافه‌ای تو حاشیه شهر. نورا اوایل از رویاهاش هیجان زده می‌شد. درگیر خواسته‌هاش می‌شد، اما بعد از مدتی متوجه شد که نمی‌خواد باهاش ازدواج کنه. عمیقاً از اینکه مثل مادرش بشه می‌ترسید. نمی‌خواست ازدواجش تکرار رابطه پدر و مادرش باشه. نورا به این فکر کرد که والدینش هیچ وقت عاشق هم بودن یا فقط به خاطر رسیدن زمان ازدواج با اولین فرد ممکن ازدواج کردن. درست مثل صندلی بازی که به محض تموم شدن آهنگ باید فوری روی یه صندلی بشینی. هیچ وقت به این بازی علاقه نداشت. برتراند راسل جایی می نویسه ترسیدن از عشق یعنی ترسیدن از زندگی. از اونجایی که عشق به اندازه 3/4 زندگی انسان می ارزه، اونایی که از عشق می ترسن 3/4 زندگیشون رو از دست دادن. مادر نورا 3 ماه قبل از عروسی نورا فوت کرد. مرگش غم بزرگی بود. باید تاریخ عروسی رو عوض می کردن. اما این کارو نکردن. برای همین غمش با افسردگی و نگرانی آمیخته شد و ملغمه‌ای شد. ملغمه‌ای که بهش می گفت اختیار زندگیت از دستت خارج شده. ازدواج اون موقعیت علامت بود. علامتی که می گفت گیر افتاده. انگار با تنابی به قطار در حال حرکت وصل شده باشی. تنها راه شل کردن تنابم فرار از عروسی بود.
هرچند زندگی مجردی تو بدفورد، ناامید کردن ایزی راجع به برنامه های استرالیاشون، کار کردن تو مغازه و نگه داشتن گربه هم معنایی که داشت مطمئنن آزادی نبود. صدای خانم علمو شنید. نه نورا، یادآوری این خاطرات خیلی سخته. ناگهان تمام احساساتش برگشت. ندامت ها و تأسف ها، درد ها، درد ناامید کردن خودش و دیگران، همون دردی که کمتر از یه ساعت پیش تلاش کرده بود ازش رها بشه. حالا دردی که از صفحات کتاب بهش منتقل می شد خیلی بیشتر بود. وزن عذاب وجدان و غم روی دوشش غیر قابل تحمل بود. به عقب تکیه داد و چشماشو بست. نفسش بالا نمی اومد. انگار دستایی نامرئی گلوشو فشار می دادن. خانم علم گفت بس نورا، دیگه بهش فکر نکن، کتابو ببند. خودت باید ببندیش. نورا حس میکرد در حال مرگه. دستشو روی جلد کتاب گذاشته بود. انگار سنگین تر شده بود. اما بالاخره کتابو بست. نفس راحتی کشید. خانم علم دست به سینه نشست و گفت خب. با وجود شباهت ظاهری کمی خشنتر از خانم علم رفتار میکرد. در واقع هم خانم علم بود و هم نبود. نورا جواب داد خب چی؟ حالا دیگه فشار پشیمونی ها رو حس نمیکرد. خانم علم دوباره به حرف اومد. کدوم پشیمونی بزرگتر بود؟ دوست داری تو کدوم تصمیمت تجدید نظر کنی؟ دلت میخواد کدوم زندگی رو امتحان کنی؟ مثل فروشنده ها حرف میزد. همه چی شبیه بازی بود. یه بازی ظالمانه. نورا جواب داد. غم بزرگی وجودم رو گرفته بود. حس میکردم دارم خفه میشم. هنوزم درک نمیکنم. بالای سرش رو نگاه کرد. لامپا بدون هیچ محافظی با یه سیم از سقف آویزون بودن. همه چی عادی بود. البته تا وقتی که نگاهت به اطراف می افتاد و متوجه می شدی که سقف از اطراف به هیچ دیواری وصل نیست. انگار تا ناکجا آباد ادامه داشت. نورا با صدای خانم علم به خودش اومد. مسئله اینه که با توجه به خودکشید زندگی قبلی تموم شده. پس نیاز به جایی برای برگشت داری. زندگی بجز زندگی خودت. باید خوب فکر کنی. به اینجا میگن کتابخونه شبانه، چون تمام زندگی‌های جدید از اینجا شروع میشه. حالا نیمه شبه، یعنی زمان آغاز. هر آینده ای از اینجا آغاز میشه. پس گذشته اینجا معنی نداره؟ نه، تو فقط با نتایج اتفاقات گذشته سر و کله میزنی. تمام اون کتابا نوشته شدن. من از متنشون با خبرم، اما تو نه. سوالات زیادی به ذهنش می رسید. دوباره پرسید، هر کدوم از زندگی ها کی به پایان می رسه؟ خانم علم جواب داد، مثل هم نیستن. ممکنه چند دقیقه، چند ساعت، چند روز، چند ماه یا بیشتر طول بکشه. اگه زندگی مورد علاقت رو پیدا کنی، می شه ادامش بدی. تا زمانی که به خاطر کهولت سن بمیری. اگه اون زندگی رو با تمام وجودت بخوای جای نگرانی نیست. اجازه داری داشته باشیش. انگار از اولم زندگیت همون طور بوده. به محض اینکه زندگی مورد علاقت رو پیدا کنی، تمام این اتفاقات و کتابخونه شبانه تبدیل به خاطرات محوی میشن. انگار اصلا وجود نداشتن. یکی از لامپای بالای سرشون سوسو زد. لحن صدای خانم علم هشدار دهنده شد. فقط یه خطر وجود داره. اگه تا زمان حضور تو کتابخونه اشتیاقت رو نسبت به ادامه از دست بدی، رو زندگی اصلی تاثیر میذاره. بعدم باعث نابودی این مکان میشه. اون وقت برای همیشه از بین میری. تمام فرصت هام از بین میره. همینو میخوام. میخوام بمیرم. این خواست قلبیمه. برای همین قرص خوردم. آخ. شاید آره. شایدم نه. به هر حال الان اینجایی. اگه تو زندگی بدتر از زندگی خودم گیر کردم، چطور برگردم کتاب خونه؟ به محض اینکه ناامیدی و با تمام وجودت حس کنی برمیگردی. اگه هیچ وقت ناامید نشی، تو اون زندگی میمونی، شاد و خوشحال، زندگی تو ادامه میدی. اصلا انتخاب راحتی نیست. چیزی رو پیدا کن که مطمئنی توش متفاوت عمل میکنی. منم کتابشو بهت میدم. نورا کتاب پشیمونی رو نگاه کرد. یاد حرفاش با دن افتاد. رویای دن این بود که کافه کوچیک و قشنگی اطراف شهر داشته باشه. به قدری شروع اشتیاق داشت که آرزوش تبدیل به رویای نورا هم شده بود. صدای خودشو شنید. کاش از دن جدا نمی شدم. کاش هنوز پیشش بودم.
زندگی هست که توش من و دن با هم باشیم. خانم علم جواب داد: اوه حتماً. کتابا دوباره تکون خوردن، اما این بار حرکتشون آروم نبود. به قدری سری حرکت میکردن که فقط نوارای سبزرنگی از کتابا دیده میشدن. ناگهان متوقف شدن. خانم علم کتابی رو از قفسه سمت چپ نورا برداشت. جلد کتاب تقریبا سبز تیره بود. کتابو دست نورا داد. اندازه شبیه کتاب قبلی بود، اما سبکتر. روی جلد کتاب نوشته بود: زندگی من. نورا گفت: این که زندگی من نیست. نورا، همه اینا زندگی تو هن. حالا باید چیکار کنم؟ صفحه اول کتابو باز کن. نورا کتابو باز کرد. صدای خانم علم شنید. خط اولو بخون. نورا شروع به خوندن کرد. از کافه بیرون اومد. شب سردی بود. همین که سر کرد به واژه کافه فکر کنه، مت شروع به چرخیدن کرد. همه چی ناخوانا شد. احساس ضعف میکرد. متوجه نشد از کی دیگه کتاب دستش نبود. اما به خودش که اومد، دیگه نه کتابی در کار بود و نه کتابخونه. نورا توی هوای آزاد ایستاده بود، اما فضای اطراف شبیه بتفورد نبود. با خودش زمزمه کرد: من کجام؟ ردیفی از خونه‌های قدیمی، سنگی و یک شکل در تیررس نگاهش بود. چراغ تمام خونه‌ها خاموش بود. همه جا ساکت بود. ماه و ستاره‌ها تو آسمون تمیز بالای سرش چشمک می‌زدن. نفس عمیقی کشید. بوی مزرعه به مشامش می‌رسید. همه چی چقدر عجیب بود. تو چند ساعت پیش تو خونه‌اش بود. بعد از تو کتابخونه سر در آورد. حالا هم جاده روستایی زیبا، اونم بدون اینکه اصلا حرکت کرده باشه. از طبقه پایین یکی از ساختمونا نوری چشمشو میزد. نگاهشو بالاتر برد. تابلوی زیبای کافه‌ای با وزش باد تکون میخورد. مقابلش تخته‌ای روی استند قرار داشت. خط خودشو شناخت. با گچ نوشته بود: سنل. سه‌شنبه شب، شب کویز، ساعت 8:30. نوشته بود: دانایی حقیقی دانستن این است که چیزی نمیدانید. سقراط. لباساشو نگاه کرد. بلوز و شلوار جین پوشیده بود. با آستینای بالا زده و کفش لژدار. تو زندگی واقعیش امکان نداشت این لباسا رو بپوشه. احساس سرما کرد. لباساش برای بیرون مناسب نبود. دو تا حلقه توی انگشت حلقش بود. یکیشو میشناخت. همون حلقه یاقوتی بود که چند سال پیش با اشک از دستش درآورده بود. اون یکی حلقه نقره‌ای ساده عروسی بود. ساعت ظریف توی دستش نشون میداد زمان فقط 1 دقیقه جلو رفته. انگار دستاش تو این زندگی نرمتر بود. احتمالاً از کرم استفاده میکرد. ناخوناش هم مرتب بود. صدای پا شنید. چهره مردی کم کم توی نور معلوم شد. مرد لبخند زد و گفت: شب بخیر نورا. جمعه برای اجرای خواننده محلی برمیگردم. دن که خیلی تعریف میکرد. مطمئناً توی این زندگی اسم این مرد رو میدونه. جواب داد: حتماً. جمعه باید شب خیلی خوبی بشه. خدا رو شکر صداش تغییری نکرده بود. مرد سری تکون داد. از خیابون گذشت و تو تاریکی ناپدید شد. نورا همون جایی بود که میخواست. رویای داشتن کافه به حقیقت پیوسته بود. همه چی تبدیل به واقعیت شده بود. شگفت زده به سمت تاریکی اطرافش گفت: عجیبه. خیلی عجیبه. گروه 3 نفره شامل 1 مرد و 2 زن از کافه بیرون اومدن. به نورا لبخند زدن. زن گفت: دفعه بعد حتما برنده میشیم. نورا جواب داد: البته، همیشه دفعه بعدی هست. بعد به سمت پنجره رفت. نگاهی به داخل انداخت. چراغا هنوز روشن بودن، اما کسی داخل نبود. احتمالاً اون 3 نفر آخرین نفرها بودن. فضای کافه خیلی گرم و صمیمی بود. میزای کوچیک، قالی قرمز زیبا، دیوارا و ستونای چوبی فضای دلپذیری به وجود آورده بود. از پنجره فاصله گرفت. تابلوی اون طرف کافه نظرشو جلب کرد. به سرعت به سمتش رفت تا روشو بخونه. به لیدل وورس خوش آمدید. بالای متن نوشته شده بود: شورای شهر آکسفورد شیر. خوشحال با خودش گفت: خدایا، موفق شدیم. این همون رویایی بود که دن براش گفته بود. اونم زمانی که در حال خوردن ماکارونی تو خیابونای پاریس راه می رفتن. رویای تأسیس کافه‌ای
تو دهکده آکسفورد شیر انگلیس. زمانی که سرطان مادر نورا با شدت بیشتری برگشت، رویا فراموش شد. نورا همراه دن به بدفورد برگشت. مادرش از نامزدیش با خبر بود. تلاش کرد تا عروسی دخترش زنده بمونه. اما 4 ماه مونده به عروسی از دنیا رفت. شاید زندگی واقعیش همین بود. زندگی که قرار بود توش خوشحال باشه. به افکار خودش لبخند زد. به سمت کافه برگشت. کنار دری که مشتری ازش بیرون اومده بودن ایستاد. نفس عمیقی کشید و وارد شد. فضای داخل گرم و ساکت بود. زمین راهروی زیر پاش پوشیده از کاشی‌های سفالی بود. ترکیب خوبی با دیوارای چوبی و سقف پوشیده از برگ درخت چنار داشت. از راهرو گذشت و وارد فضای اصلی کافه شد. همون فضایی که از بیرون دیده بود. یهو گربه‌ای بیرون پرید. خم شد و نوازشش کرد. قلاده‌شو نگاه کرد. ولتایر. گربه دیگه‌ای با همون نژاد و اسم مشابه. گربه شروع به خرخر کرد. نورا گفت: وولز، سلام، خوشحالی نه؟ ما هم همینقدر خوشحالیم؟ گربه دوباره خرخری کرد. خودشو به پاهای نورا مالید. نورا وولز رو توی دستش گرفت. اطرافش رو نگاه کرد. صدایی به هم خوردن ظرفای شیشه‌ای به گوش می رسید. سینش از هیجان سنگین شده بود. منتظر نگاه کرد. اما مرد 20 خورده‌ای ساله وارد سالن شد. بی توجه به نورا باقی مونده ظرفا رو از روی میزا جمع کرد. ظرفا رو تو ماشین ظرفشویی گذاشت و روشنش کرد. به سمت چوب لباسی رفت. کتش رو پوشید. سویچش رو بیرون آورد. به سمت نورا برگشت. خدافظ نورا. همه چی رو تمیز کردم. ماشین ظرفشویی هم روشن کردم. ممنونم. فعلا تا سه‌شنبه. میبینمت. چند لحظه بعد از رفتن مرد صدای پا شنید. به طرف راهرویی که ازش اومده بود برگشت. بالاخره دن از پشت کافه پیدا شد. کمی فرق کرده بود. دیگه ریش نداشت. چروک اطراف چشمش هم بیشتر شده بود. دور چشماش کمی سیاه بود. یه بطری نیمه پرم توی دستش بود. خم شد و میز و صندلیا رو وارسی کرد. در همون حال پرسید: بلیک و سوفی رفتن؟ نورا کمی مکس کرد. احتمالاً اون 2 نفر براشون کار می‌کردن. شاید هم پسری که آخر از همه بیرون رفت بلیک بود. نورا با صدایی که تلاش میکرد برخلاف شرایط عجیب و غریبش عادی باشه جواب داد: آره، کارشون رو تموم کردن و رفتن. خوبه. تیشرت کهنه دن و نورا برای تولد 26 سالگیش خریده بود، یعنی 10 سال پیش. دوباره صدای دن رو شنید. سوالای مسابقه امشب یه چیز دیگه بودن. گروه پت و جولی خیال میکردن سقف کلیسای سیستین و مارادونا نقاشی کرده. نورا سر تکون داد. دوباره گربه بیچاره رو نوازش کرد. وانمود کرد پت و جولیو میشناسه. دن دوباره گفت: سوالا زیاد منصفانه نبود. کاش دفعه بعد از سایت دیگه ای سوال پیدا کنیم. آخه کی میدونه اسم بلندترین قله کوه قره قروم چیه؟ نورا جواب داد: گمونم کیتو باشه. دن گفت: معلومه که تو میدونی. زمانی که بچه‌ها دنبال گروهای موسیقی بودن، تو دنبال جغرافی و اینجور چیزا بودی. نورا معترض گفت: منم عضو گروه موسیقی بودم. نورا یادش اومد که دن از بودنش تو اون گروه موسیقی متنفر بود. دن خندید. اینجوری خندیدنش رو فراموش نکرده بود. اصلا خوشش نمی اومد. وقتی با هم بودن، نورا تلاش میکرد زیاد به اون بعد شخصیتش کاری نداشته باشه. دن جنبه های شخصیتی دیگه ای هم داشت. زمان بیماری مادر نورا خیلی خوب باهاش رفتار میکرد. کلی رویا واسه آینده داشت. آدم راحتی بود. نورا کنارش احساس آرامش میکرد. به هنر علاقه داشت. با بی خانمانا هم صحبت می شد. به جهان اطرافش اهمیت می داد. به هر حال هیچ کس بی عیب و نقص نیست. البته مشکلات دیگه ای هم بود. مثلا دن پادکستایی گوش می داد که نورا دوست نداشت. طرز خندیدنش آزاردهنده بود. با سر و صدای زیادی دهانشویش رو غرغره می کرد. رو عقایدش راجب فیلم و مسائل هنری شدیداً پافشاری می کرد. ولی اینا مشکلات بزرگی نبودن. بیشتر که فکر کرد، یادش اومد دن هیچ وقت در مورد موسیقی ازش حمایت نکرد. معتقد بود حضور نورا تو گروه موسیقی و خوانندگیش به روانش آسیب میزنه. میگفت برادرش خیلی خودخواهه. هرچند نورا اون زمان به قضیه خیلی خوشبینانه نگاه میکرد. خیال میکرد مخالفت دن از دلسوزی و علاقشه. به هر حال اهمیت دادن چیز خوبی بود. معتقد بود کسی که به شهرت و مسائل سطحی اهمیت نده توی مراحل زندگی حامی و راهنماته. برای همین وقتی تو طبقه بالای کافه بهش پیشنهاد ازدواج داد، پذیرفت. دن بطری و زمین گذاشت و نگاهی به سوالات انداخت. اسم دیسولی چیه؟ نورا به دروغ گفت:
نمیدونم. ترسید همون عکس‌العمل قبلی رو ازش بگیره. دن تلفنش رو تو جیبش گذاشت و گفت امشب همه چی خوب بود. به همه خوش گذشت. احتمالاً سه‌شنبه هم برمیگردن. حداقل چیزی داریم به بانک بگیم. شاید واسه پرداخت وام بهمون مهلت بدن. وگرنه باید منوی ناهار رو عوض کنیم. تو این شهر کسی سالاد چغندر شیرین و باقلا یا کیک ذرت نمیخوره. گمونم نوشیدنیایی هم که انتخاب کردی خیلی خوب نیستن. باشه. حالا تخته کجاست؟ نورا گیج نگاش کرد و جواب داد. چی؟ تخته گچی دم در رو میگم. فکر کردم آوردیش تو. پس نورا برای همین بیرون بود. دست با چه جواب داد؟ نه الان میارمش. مگه نرفتی بیاریش؟ نورا لبخند مضطربی زد و گفت آره، اما نگران ولت شدم، یعنی ولتاگر، پیداش نکردم، رفتم بیرون دنبالش. دن بی مقدمه گفت امشب خیلی بامزه بودم، دیدی؟ آره، خیلی. صورت دن جدی شد. با ارین حرف میزدی؟ چی میگفت؟ نورا نمیدونست چی بگه، سعی کرد جواب خوبی بده. حرفای همیشگی، ارینو که میشناسی. حرفای همیشگی؟ مگه تا حالا باش حرف زدی؟ منظورم حرفاییه که آدم ها همیشه میگن. دن دوباره پرسید. خب، چطور پیش رفت؟ خوب بود. سلام رسوند. دن با چشمهی متعجب جواب داد. واقعا؟ نورا دست و پاشو گم کرد. نه، سلام که نرسوند. گمون نکنم سلام رسونده باشه. ولش کن. من برم تخته رو بیارم تو. فوری گربه رو روی زمین گذاشت و به سمت در رفت. چشمش به چیز جدیدی خورد. موقع ورود بهش توجه نکرده بود. روزنامه قاب گرفته ای از آکسفورد تایمز روی دیوار بود. روش مقاله ای با عکس دن و نورا به چشم میخورد. هر دو بیرون کافه ایستاده بودن. دن دستشو دور نورا حلقه کرده بود. کت‌شلوار تنش بود. کت‌شلواری که هیچ وقت ندیده بودش. خودش هم لباس خانومانه پوشیده بود. لباس خودش هم هیچ وقت ندیده بود. از اون لباسا بود که هرگز توی زندگی اصلیش نمی پوشید. تیتر مقاله این بود. صاحبان کافه به رویاشون جامعه عمل پوشوندن. مربوط به 2 سال پیش بود. توش ذکر شده بود که کافه رو با قیمت ارزون و تو منطقه دور افتاده خریدن. بعد با کمک وام، پسنداز و ایفسیه بازسازیش کردن. مقاله داستان موفقیتش رو نوشته بود. از در بیرون رفت. فکر با چند دقیقه تجربه یه زندگی باید قضاوتش کنه؟ باد به صورتش خورد. قبل از تلاش برای جمع کردن تخته چیزی توی جیبش ویبره رفت. اصلا متوجه گوشی توی جیبش نشده بود. نگاهی بهش انداخت. پیام از ایزی بود. با سیستم تشخیص چهره رمز گوشی رو باز کرد. تصویر زمینه گوشی عکسی از خودش و دن تو مکانی گرم سیری بود. پیامو باز کرد. پیام اول عکس یه نهنگ در حال بیرون پریدن از آب بود. فوارش تمام فضای اطرافو پر کرده بود. عجب عکس بی‌نظیری. لبخندی زد و پیام بعدی رو خوند. یکی از عکسایی که دیروز از سوقایق گرفتم. پیام بعدی هم سری رسید. اینم یه مادر و بچه‌ش. عکس بعدی تصویر یه نهنگ و بچه‌ش بود. هر دو از آب بیرون پریده بودن. نورا احساس کرد قلبش گرم شده. هم به خاطر عکسای دوست داشتنی دوستش، هم بابت اینکه هنوز با ایزی در ارتباط بود. بعد از به هم زدن عروسیش، ایزی اصرار داشت باهاش بره استرالیا. برای همه چیز برنامه ریخته بودن. اینکه نزدیک خلیج بایرون زندگی کنن. تو یکی از قایقای تفریحی تماشای وال کار گیر بیارن. کلی کلیپ از والا تماشا کردن. با هم برای سفر ماجراجویانه‌شون ذوق کردن. اما نورا بعد از مدتی مردد شد. عقب کشید. مثل زمانی که از رقابت‌های شنا عقب کشید. زمانی که گروه موسیقی رو ترک کرد یا عروسیشو به هم زد. مسئله این بود که برای این مورد حتی دلیل موجهی هم نداشت. تازه تو مغازه دست به کار شده بود. تمایل داشت نزدیک مزار پدر و مادرش باشه. خودش هم میدونست موندن تو بدفورد شیر بدترین انتخابه. اما موند. شاید هم به خاطر دلایل مسخره‌ای توی ذهنش بود. مثل دلتنگی برای محل زندگیش یا نشونه های واضح افسردگیش. صداهای توی ذهنش مدام میگفتن تو لیاقت شاد بودن نداری. تو قلب دن و شکستی. انگار درون خودش معتقد بود تمام اینا مجازاتشه. خیال میکرد کاری از دستش بر نمیاد. شاید هم توان مقابله با همه چیو نداره. در نتیجه پیشنهاد ایزی رو رد کرد. از اون به بعد جای خالی بهترین دوستش رو با گربه پر کرد. هیچ وقت تو زندگیش با ایزی دعوا نکرده بود. هیچ وقت با هم قهر نکرده بودن. اما با رفتن ایزی به استرالیا همه چی بینشون به هم ریخت.
تا جایی که دوستیشون محدود به لایک های اینستاگرام و فیسبوک یا تبریک تولد با چند تا ایموجی شده بود. دوباره پیامای ایزی رو نگاه کرد. متوجه شد با وجود فاصله 10,000 مایلی بینشون انگار تو این زندگی رابطش با ایزی بهتره. وقتی با تخته توی دستش برگشت داخل اثری از زن نبود. در پشتی رو قفل کرد و منتظر ایستاد. چشمش به راپله پشت ساختمون افتاد. نمیدونست شوهر سرخوشش رو دنبال کنه یا نه. همینطور که از پله ها پایین میرفت چشمش به قاب عکس روی دیوار افتاد. عکسی سیاه و سفید از عروسیشون. صورتشون واضح نبود اما هر دو میخندیدن. شاد و عاشق به نظر میرسیدن. مادرش میگفت دن مرد خوبیه. واقعا خوششانسی. از دستش نده. برادرش جو هم توی عکس بود. با نگاهی خوشحال به دوربین زل زده بود. چشمش به ایزی و راوی افتاد. قیافه راوی بیشتر شبیه بانکدارا بود تا نوازنده درام. دن دستشویی بود. نورا نگاهی به اتاق انداخت. دن گفته بود مشکل مالی دارن. باید اقساط وامو پس بدن. ولی دکور اتاق خوب و گرون بود. پرده کرکره‌ای، تخت بزرگی که راحت به نظر می رسید و لحاف پرقوی سفید و تمیز. هر دو طرف تخت پر از کتاب بود. توی زندگی اصلیش 6 ماهی بود کتاب نخونده بود. انگار اینجا تمرکزش برای کتاب خوندن بیشتر بود. تو این زندگی کمی سالمتر و قویتر به نظر می اومد و البته کمی مضطربتر. انگار موهاش هم بلندتر بود. احساس منگی داشت. صدای سیفون دستشویی بلند شد. بعد صدای پای دن رو شنید که به اتاق اومد. دن پرسید حالت خوبه؟ صدا شبیه چیزی که به یاد داشت نبود. انگار کمی خشک و سرد بود. شاید به خاطر خستگی. شاید هم بعد از ازدواج صدای همه تغییر میکرد. درست یادش نبود دن قبلا چه شکلی بوده یا صداش چطور بوده. اما طبق مقالاتی که توی دانشگاه خونده بود، گاهی خاطرات و تصورات با هم اشتباه گرفته میشن. برای همین هیچ وقت به خاطراتش اعتماد نمیکرد. دوباره صدای دن رو شنید. نورا، حالت خوبه؟ چرا امشب انقدر عجیب شدی؟ چرا علکی وایسادی وسط اتاق؟ داری برای خواب آماده میشی یا اینم یکی از تمرینای مدیتیشن در حالت ایستاده است؟ بعدم به حرف خودش خندید. انگار به نظرش خیلی بامزه بود. دن به سمت پنجره رفت. پرده رو کشید. نورا نگاهی بهش انداخت. تلاش کرد جذابیتی رو که زمانی تحت تاثیرش قرار میگرفت پیدا کنه. اما پیدا نمیکرد. انتظارش رو نداشت. صدای خانم علم رو به یاد آورد. زندگی هر کس بی شمار حالت داره. دن خودشو پرت کرد روی تخت. یکی از کتاباشو برداشت. کمی زیر و روش کرد. اما عاقبت کتابو کنار گذاشت. لپتاپشو برداشت و هدفونشو بهش وصل کرد. شاید دوباره میخواست پادکست گوش بده. نورا کمی احساس ضعف کرد. خانم علم گفته بود ناامیدی تو این زندگی برش میگردونه به کتابخونه. نگاهی به ساعت انداخت. 12:23. دن نورا رو نگاه کرد و گفت اگه هنوز مطمئن نیستی بچه میخوای یا نه اشکال نداره. درک میکنم. بچه؟ من بچه میخواستم؟ نورا چت شده؟ حرفای عجیب میزنی؟ چیزی نیست. یاد خاطره ای افتاد. روزی که تیشرت دنو خرید قطعه ای براش اجرا کرد. آهنگی که خودش برای لبیرنس نوشته بود. آسمان زیبا. خودش معتقد بود بهترین آهنگیه که ساخته. مهمتر این که آهنگ بیانگر دید خوشبینانه‌ای بود که نسبت به زندگی داشت. الهام گرفته از زندگی خودش با دن بود. اما دن با بی‌اعتنایی آهنگو گوش کرد. بعدم گفت آره خوبه. خود نورا متعجب بود. چرا این خاطره تو ذهنش برجسته بود؟ اونم تو این موقعیت. اما ذهنش ناخودآگاه به سمت خاطره دیگه ای رفت. اش اون زمان گیتاریست تازه کاری بود. بعد از چند بار سر زدن به مغازه نظریه ریسمان نورا رو به کافه دعوت کرد. عکس العمل دن افراطی بود. بعد از کلی داد و بیداد به دن گفته بود من که بهش گفتم نه. دیگه چرا داد میزنی؟ از اون بدتر زمانی بود که یکی از برندهای مهم موسیقی میخواست باهاشون قرارداد ببنده. دن بهش گفته بود این قرارداد ممکنه باعث به هم خوردن نامزدیشون بشه. بعدم براش داستان یکی از همدانشگاهیاشو تعریف کرده بود. از قرار با برندی قرار موسیقی میبندن. اما بعد از مدتی گولشون میزنه و بیکار و علکی ولشون میکنه. به دن گفته بود تو هم با هم بیا. من قرارداد میبندم بعد جفتمون همه جا سفر میکنیم. دنم جواب داده بود متاسفم نورا. این رویای توه نه من. حرف دردناکی بود. اونم وقتی قبل عروسیشون کلی تلاش کرده بود رویای دنو تبدیل به رویای خودش کنه.
رویای تأسیس کافه‌ای تو بدفوردشایر. دن همیشه میگفت نگرانیش به خاطر نوراست. معتقد بود رو صحنه بهش حمله عصبی دست میده. بهش آسیب میزنه. اما حالا که فکر میکرد نگرانیاش کمی دغل‌بازانه بود. صدای دنو شنید. خیال میکردم دوباره بهم اعتماد کردی. اعتماد کردم؟ چرا نباید اعتماد میکردم؟ خودت میدونی چرا. معلومه که میدونم. میخوام از زبون خودت بشنوم. منظورم بعد از اون قضايا با ارینه. نورا گیج نگاش کرد. ارین؟ همون که امشب باش حرف زدم. نورا، قراره تو آخر عمرم بابت اشتباه احمقانه ای که کردم مؤاخذه بشم؟ صدای وزش شدید بادو از بیرون شنید. باد توی درختو میپیچید و ناله میکرد. انگار تلاش میکرد چیزی بگه. این زندگی بود که نورا عزای از دست دادنشو گرفته بود؟ زندگی که بابت خراب کردنش خودشو آزار میداد. این همون قطعه از زندگیش بود که به خاطر شروع نکردنش همیشه احساس پشیمونی میکرد. صدای خودشو شنید. فقط یه اشتباه احمقانه؟ خیلی خوب، دوتا! اشتباه احمقانه زاد و ولد میکردن. دوباره پرسید. دوتا؟ تو حال خودم نبودم. تو به من خنجر زدی. اصلا من به نظر نمیاد دنبال بخشش باشی. چرا دوباره برگشتیم سر خونه اول؟ یادت نیست مشاور چی گفت؟ گفت باید توجهمون بیشتر رو مسیری باشه که میخواییم طی کنیم، نه مسیری که طی کردیم. نورا تو چشمش نگاه کرد و گفت تا حالا فکر کردی شاید من و تو اصلا واسه هم مناسب نباشیم؟ چی؟ من عاشقتم دن. تو خیلی مهربونی. رفتارت با مادر مریضم خیلی خوب بود. قبلا خیلی خوب با هم کنار میمدیم. اما تا حالا فکر کردی شاید همه این چیزها رو پشت سر گذاشتیم و عوض شدی؟ تا حالا به خاطر اینکه با منی احساس خوشبختی کردی؟ میدونی درست دو روز قبل از عروسیمون میخواستم همه چی رو ول کنم برم؟ میدونی چی میشد اگه بر نمیگشتم؟ خیلی خودتو تعویل میگیری. نباید بگیرم؟ آدم باید عزت نفس داشته باشه. ظاهرا جهان دیگه ای هست که تو توش به هم پیام دادی و میگی اوزاد بدون من به هم ریخته. دلت برای صدام تنگ شده. به الکل رو آوردی. البته ظاهرا الکل با وجود منم پا برجاست. دن صدایی بین خورناس و خنده در آورد و گفت قطعا الان دلم برای صدا تنگ نشده. دیگه هم دلم نمیخواد راجع به الکل با من حرف بزنی. وقتی واسه همه اشتباهات الکل رو بهونه میکنی نمیشه ازش حرف نزد. من صاحب اون کافه کوفتیم. هر کی میاد اونجا منگه. میشه خودم جنس خودم رو امتحان نکنم؟ از کی تا حالا دن با این لحن حرف میزد؟ یعنی حرف زدنش همیشه اینجوری بوده؟ نورا با انزجار گفت لعنت به تو دن. انگار اصلا به دن بر نخورد. انگار نورا راضی بود. راضی از اینکه تو این جهان زندگی نمی کنه. جهانی که نورا همیشه بابت نبودن توش خودشو سرزنش می کرد. دن که مشغول گوشیش بود به سمت نورا برگشت و گفت زندگی رو سخت‌تر نکن. بگی بخواب. دن، تو خوشحالی؟ هیچ کی خوشحال نیست. بعضیا هستن. تو هم قبلا بودی. قبلا وقتی راجع به رویاهات اینجا حرف می‌زدی چشمات برق می‌زد. این همون زندگیه که رویاشو داشتی؟ تو منو می‌خواستی. این رویا رو می‌خواستی. اما حالا غیر قابل اعتماد شدی. الکلی شدی. زمانی قدرمو می‌دونی که تو زندگیت نباشم. خیلی بده. پس رویاهای من چی؟ دن حرفای نورا رو گوش نمی‌داد. حداقل اینطوری وانمود می‌کرد. همونطور که خبرها رو می‌خوند زمزمه کرد. آتش سوزی تو کالیفرنیا. نورا هم جواب داد. خب خدا رو شکر که ما اونجا نیستیم. دن تلفن رو گذاشت و گفت. شب بخیر. نورا نگاش کرد و گفت. آلکوزاگون. چی؟ جواب کویز رو میگم. از اولم میدونستم. نگفتم چون نمیخواستم مسخرم کنی. اما حالا دیگه اهمیتی نداره. امیدوارم اینکه من چیزی رو میدونم که تو نمیدونی اذیتت نکنه. نورا از اتاق بیرون اومد. خزید توی دستشویی و لامپش رو روشن کرد. خیلی نگذشته بود. اما حس میکرد به ناامیدی کامل رسیده. آینه رو نگاه کرد. سالمتر به نظر میرسید. اما چهرش از زندگی قبلیش شکسته تر بود. حتی حالت موهاش هم به نظرش عجیب بود. این زندگی رویایی نبود. دوباره انعکاس خودش رو توی آینه نگاه کرد و گفت موفق باشی. لحظه ای نگذشته بود که به کتابخونه برگشت. خانم علم از فاصله نزدیک با لبخندی کنجکاو نگاش میکرد.
پرسید: خب چی شد؟ نورا یاد پست یکی مونده به آخریش افتاد. نوشته بود: تا حالا شده تو موقعیتی قرار بگیرین و با خودتون بگین چی شد که به اینجا رسیدم؟ انگار توی هزار تو گیر افتاده باشین. تازه بدونین تمامش تقصیر خودتونه، چون خودتون این راه اومدین. میدونین یه لشکر آدم هستن که قادرن کمکتون کنن، چون سر و صدا و خندشونو میشنوی. گاهی هم از اون بر پرچین میبینی نگاهی سرسری تحویلت میدن، اما ازشون دلخور نمیشی. از خودت ناراحتی که مثل اونا نیستی. تا به حال تجربهش کردین؟ یا این هزار تو فقط مال منه؟ پی نوشت: گربم مرد. قفسه‌های کتابخونه دیگه تکون نمی‌خوردن. انگار هیچ وقت حالا تکون نخوردن. به خاطر رنگ سبز کتابا تشخیصش سخت بود. اما انگار در قسمت دیگه‌ای از کتابخونه بودن. از اینجا چیزای جدیدی می‌دید. کامپیوتر و میزش. ظاهر کامپیوتر قدیمی بود. خانم علم پشت میز نبود. رو صندلی پشت میز شطرنج نشسته بود. انگار بازی می‌کرد. نورا گفت: خیلی با تصوراتم فرق داشت. خانم علم جواب داد: پیشبینی زندگی سخته. نه؟ پیشبینی چیزایی که تو زندگی شادمون میکنه سخته. نورا سری تکون داد و گفت: آره، حالا عاقبت اون نورا چی میشه؟ نمیدونم. من فقط راجب امروز خبر دارم. حتی راجب فردا هم خبری ندارم. اما اون نورا هران تو دستشوییه، نمیدونه چی کار کنه. او نورا عزیزم، تا حالا نشده بری تو اتاقی و یادت بره چرا رفتی؟ نشده در این صحبت کردن رشته کلام از دستت در بره؟ نورا سعی کرد بیشتر توضیح بده. چرا؟ اما من نیم ساعت تو اون زندگی حضور داشتم. اون نورا تمام چیزاییو که گفتی، کارایی که کردی و به یاد میاره. انگار خودش انجامشون داده. نورا نفس عمیقی کشید و گفت: دن مثل گذشته ها نبود. آدم ها عوض میشن دیگه. شاید هم از اول همینطور بوده. من متوجه نشدم. خانم ایل نگاش کرد و پرسید: خب الان احساست چیه؟ هنوزم میخوام بمیرم، چون تصور میکنم تحمل مرگم برای عزیزانم خیلی راحت تر از تحمل خودم تو زندگیشونه. من به درد هیچی نمیخورم. اطرافمو ناامید کردم. فقط اکسیژن هدر دادم. به همه ی کسایی که دوستشون دارم ضربه میزنم. هیچکی از من در امان نیست. حتی گربه ی فلک زدم. عرضه نداشتم ازش مراقبت کنم. زندگیم خیلی افتضاحه. میخوام تمومش کنم. به نظرم همه این کارا الکیه. مهم نیست تو کدوم زندگی باشم. سرنوشت من همه. قرارم نیست تغییری کنه. من فقط میخوام بمیرم. خانم علم نگاه عمیقی بهش کرد. انگار چیزی رو روی صورتش میخوند. خواستن نورا، واژه جالبیه. خواستن از کمبود سرچشمه میگیره. شاید اگه کمبود رو با چیز متفاوتی پر کنیم، خواستن اولیه از بین بره. شاید مشکل تو بیشتر از خواستن چیزی نداشتن و کمبودش باشه. شاید زندگی وجود داشته باشه که تو واقعا بخوای تجربهش کنی. خیال میکردم وجود داره. خیال میکردم زندگی بادن همون چیزیه که میخوام. اما نبود. نه نبود. اما فقط یکی از انتخابات بود. یکی در برابر بی نهایت خیلی کوچیکه. تو تمام اون زندگی ها من به عنوان نورا عوض نمیشم. پس نمیشه بهشون گفت انتخاب. خانم علم بی توجه به حرفای نورا گفت: زندگی بعدی تو انتخاب کن. کجا میخوای بری؟ هیچ جا. خواهش میکنم. نورا، دوست داری دوباره کتاب پشیمونیو ببینی؟ نورا سر تکون داد. تمام رنجی که موقع باز کردن کتاب بهش منتقل شده بود به یاد آورد. ناخودآگاه زمزمه کرد: نه. گربچی نورا؟ اسمش چی بود؟ ولتز. گفتی تو نگهداری ازش کوتاهی کردی. به نظرت چی کار باید میکردی که نکردی؟ نورا به فکر فرو رفت. تقریبا مطمئن بود خانم علم باهاش بازی میکنه. اما دلش میخواست دوباره گربهشو ببینه. گربه خودشو. خیلی خوب. دوست دارم نسخه ای از زندگیمو ببینم که ولتزی رو توی خونه نگه داشتم. جوری که خودمو نکشتم و از گربم خوب مراقبت کردم. دوست دارم یکمم اون زندگی رو تجربه کنم.
iranseda.ir فصل سوم. نورا چشم باز کرد. توی تختش خوابیده بود. ساعت رو نگاه کرد. 1 دقیقه از نیمه شب گذشته بود. چراغ رو روشن کرد. تو زندگی واقعی خودش بود. اما ولتایر زنده بود. دوباره نگاهی به اطراف کرد. اما ولتایر رو ندید. ولت! از تخت پایین اومد. ولت! همه جای خونه رو گشت. اما پیداش نکرد. بارون هنوز به پنجره میخورد. قرصای ضد افسردگیش رو کابینت بود. دوباره صداش کرد. ولتی! ظرف پر از غذای ولتایر گوشه خونه بود. دوباره صداش کرد. اما پیداش نکرد. برگشت اتاقش. زیر تخت رو نگاه کرد. ولتایر زیر تختش بود. صداش کرد. اما گربه تکون نخورد. دستش بهش نمی رسید. سعی کرد تخت رو تکون بده. همزمان صداش می زد. ولتی! بیا بیرون! ولتی! همین که دستش سرمای بدن گربه رو حس کرد، دوباره به کتاب خونه برگشت. خانم علم مقابل خودش دید. این بار رو مبل راحتی نشسته بود. کتاب میخوند. نورا گفت: متوجه نمیشم. خانم علم گفت: خیلی چیزا هست که متوجهشون نمیشی. من گفتم میخوام ولتایر زنده باشه. نگفتی. گفتی میخوای ولتایر رو توی خونه نگه داری. این خیلی فرق میکنه نورا. واقعا؟ البته؟ اگه میخواستی به زندگی برگردی که توش ولتایر زنده باشه، میگفتم نمیشه. نورا اصلا متوجه نمیشد. پرسید: چرا؟ چون چنین زندگی وجود نداره. خیال میکردم هر نسخه ای از زندگیم وجود داره. بله، هر زندگی امکان پذیری وجود داره. اما مسئله ولتایر موضوعی جدی در حیطه قلب و عروقه. خیلی جدی. مادرزادیه. سرنوشتش این بوده که به خاطر اون مشکل قلبش از کار وایسه و بمیره. اما ولتایر با ماشین تصادف کرد. مردن تو خیابون و تصادف با ماشین خیلی فرق دارن. ولتایر تو زندگی اصلیت بیشتر از هر زندگی دیگه ای عمر میکنه. باور کن زمان زندگیش با تو بهترین سالهای عمرش بوده. اگه تو نبودی زندگیش خیلی بدتر میگذشت. نورا ناباورانه گفت: شما تا چند دقیقه پیش حتی اسمش هم نمیدونستین. حالا میگین مشکل قلبی داشته؟ اسمشو میدونستم. چند دقیقه قبلم نبود. دقیقا همین زمان بود. ساعتتو نگاه کن. چرا دروغ گفتین؟ دروغ نگفتم. ازت اسم گربتو پرسیدم. هیچ وقت نگفتم اسمشو نمیدونم. متوجه تفاوتشون میشی؟ میخواستم خودت اسم گربتو به زبون بیاری تا درونت حسی به وجود بیاد. نورا حس میکرد سرش در حال انفجاره. عصبانی گفت: دیگه بدتر! شما منو فرستادین اونجا، جایی که امکان مردن ولتس توش وجود داشت. هیچی هم عوض نشد. خانم علم پلکی زد و جواب داد: بجز تو. یعنی چی؟ دیگه خودتو صاحب بدی نمیبینی. به بهترین نحو ازش مراقبت کردی. ولتس هم به همون اندازه که تو عاشقش بودی عاشقت بود. شاید حتی دوست نداشت مرگشو تجربه کنی. میدونستی گربه ها زمان مرگشونو متوجه میشن؟ اصلا به خاطر همین رفته بیرون. نورا سعی کرد دقیق تر به همه چیز فکر کنه. هیچ اثری از زخم یا آسیب دیدگی روی بدن ولتایر نبود. نورا فقط حرف اش رو پذیرفته بود. بیشتر آدم ها با دیدن گربه مرده تو خیابون میگن تصادف کرده. نورا با صورتی غمگین زمزمه کرد: بیچاره ولت. خانم علم مثل معلمی که از تفهیم درس به دانش آموزش خوشحاله لبخند زد و گفت: ولتس عاشقت بود. به بهترین شکل ازش مراقبت کردی. صفحه آخر کتاب پشیمونی رو نگاه کن. کتاب روی زمین افتاده بود. نورا کنارش زانو زد و گفت: دیگه نمیخوام بازش کنم. نگران نباش. این بار مثل دفعه قبل نیست. فقط صفحه آخر رو باز کن. همین که کتاب رو باز کرد، نگاهش به یکی از آخرین پشیمونیاش افتاد. نوشته بود: من از ولتایر خوب مراقبت نکردم. جمله کم کم محو شد. قبل اینکه چیز بدی حس کنه، کتاب رو بست. خانم علم گفت: میبینی؟ گاهی پشیمونیا بر اساس واقعیت نیست. چرت و پرت محضه. نورا گفت:
اما من هنوز نمیفهمم چرا منو فرستادی تو اون زندگی. اونم وقتی میدونستی ولتس مرده. میشد فقط به هم بگین از گربم بعد مراقبت نکردم. نمیشد؟ گاهی تنها راه یاد گرفتن زندگی کردنه. اما خیلی سخته. بشین رو صندلی. نورا پشت سرش رو نگاه کرد. صندلی مجللی با روکش چرم دید. دوباره صدای خانم علم شنید. کمی به خودت زمان بده. نورا روی صندلی نشست. ساعتش رو نگاه کرد. مهم نبود چقدر زمان صرف آروم شدنش کنه. عقربه های ساعت هنوزم روی 12 ایستاده بودن. خانم علم رو نگاه کرد و گفت هنوزم این وضع رو دوست ندارم. یه زندگی پر غم و غصه کافیه. چرا خطر کنم؟ خانم علم شونه بالا انداخت. باشه. چی؟ هیچ کاری نمی کنیم. همینجا بشین. هیچ کدوم از زندگیارم انتخاب نکن. نورا حس میکرد خانم علم بازی دیگه ای رو انداخته. گفت باشه. خانم علم دوباره مشغول مطالعه شد. به نظر نورا اصلا عادلانه نبود. خانم علم زندگی ها رو مطالعه میکرد بدون اینکه به درونشون کشیده بشه. زمان میگذشت. هرچند عقربه های ساعت اصلا حرکت نمیکردن. نورا قادر بود تا ابد بدون اینکه گرسنه یا تشنه بشه بشینه. از طرفی کم کم نسبت به زندگی کتابا کنجکاو میشد. یهو گفت چرا خودتون زندگی خوبی بهم نمیدین؟ زندگی که میدونین توش خوشبخت میشم. خانم علم جواب داد قانون کتابخونه این نیست. این موقع تو تمام زندگی میخوابیدم. تو خیلیاش بله. نورا کنجکاوانه پرسید باید چیکار کنم؟ میشه زندگیایی رو انتخاب کنی که زمانشون فرق داره. یعنی چی؟ الان همه جا شب نیست. درسته؟ معلومه. نورا میخواست یکی از زندگی‌ها رو انتخاب کنه. فکرش به سمت نهنگا رفت. یاد پیامی افتاد که ایزی بهش داده بود. به حرف اومد. کاش با ایزی میرفتم استرالیا. خب برو. خانم علم کتابی از قفسه آخر برداشت و گفت اینجاست. کتابو مثل کادوی کریسمس به سمت نورا گرفت و گفت بیا. خودت میدونی باید چی کار کنی. نورا زمزمه کرد اگه مرده بودم چی؟ منظورت چیه؟ اگه تو یکی از این زندگی‌های قبلم مرده بودم چی؟ خانم علم چشمای نورا رو نگاه کرد. مگه همینو نمیخوای؟ چرا اما زندگی‌های بیشماری وجود داره که تو خیلی زودتر از دنیا رفتی. در اثر تصادف با ماشین، مسمومیت با مواد، غرق شدن، خفگی یا کلی درد و مرض ناگهانی. دلایل خیلی زیادی برای مرگ هست. نورا دوباره زمزمه کرد. یعنی امکان داره یکی از این کتابا رو باز کنم و بمیرم؟ نه فوراً. مثل قضیه ولتایره. تو این کتابا فقط زندگی و زنده بودن وجود داره. منظورم اینه که امکان داره تو اون زندگی بمیری، اما امکان نداره قبل از ورود بهش مرده باشی. چون این کتابا متعلق به ارواح و مرده ها نیست. مکانیه برای بودن و وجود داشتن. مرگ با بودن در تضاده. متوجه میشی؟ گمونم. کتاب توی دستش رو نگاه کرد. کتابی با جلد سبز که روش نوشته بود زندگی من. کتابو باز کرد. صفحه اول خالی بود. هیجان زده کتابو ورق زد. شروع به خوندن کرد. نوشته بود استخر از همیشه شلوغ‌تر بود. ناگهان خودشو تو همون فضا دید. نفس عمیقی کشید. ناخودآگاه سرفه‌اش گرفت. شوری آب استخر تو گلو و بینیش پیچیده بود. استخر کنار اقیانوس بود. پر از آب شور. به اقیانوس مقابلش چشم دوخت. نور آفتاب به همه جا میتابید. آب سرد بود. اما گرمای آفتاب همه چی رو دلپذیر میکرد. نورا زمانی بهترین شناگر 14 ساله بدفورد شیر بود. در رقابت‌های جوانان و در رشته خودش برنده دوی مسابقه ملی شده بود. اما علاقش به موسیقی زمانی شروع شد که جو آهنگای آرامش بخش رو با گیتار می نواخت. نورا هم دست به گیتار شد. تلاش کرد علاوه بر نواختن آهنگای شوپن، آهنگای کلاسیک هم تجربه کنه. نورا خیلی قبل‌تر از جو کار موسیقی گروهی رو شروع کرده بود. هیچ وقت از شنا کنارگیری نکرد. فقط با فشار و حواشی اطرافش مشکل داشت. نورا شناکنان به سمت دیگه استخر رفت. مکسی کرد و نگاهی به اطراف انداخت. ساحل معلوم بود. دورتر پارک، درختا و کلی آدم دید که پیاده روی می کردن. فضا با بلوکای ساختمونی کم ارتفاع و خیابونای پرترافیک احاطه شده بود. از سینجا رو قبلا دیده بود. اما این فضا خیلی هم شبیه عکس نبود. همه چی انگار بهتر و پیشرفته تر بود.
حس جهانگردی رو داشت که وارد شهر جدیدی شده. زنی میانسال شناکنان لبخند زد و گفت: صبح بخیر نورا. صبح بخیر. برای جلوگیری از شروع هر مکالمه ای سعی کرد توجهش رو به جای خارج از استخ بده. نگاهی به ساعتش انداخت. یه ساعت ارزون قیمت نارنجی دستش بود. از طرح ساعت میشد گفت صاحبش آدم شادیه. جرقه ای از امید توی دلش پیدا شد. شاید اینجا زندگی شادی داشته. ساعت 9 بود. کنار ساعتش دستبند پلاستیکی بسته بود. تو دستبندم یک کلید بود. اطراف استخ رو نگاه کرد بلکه ایزی رو پیدا کنه. اما ایزی نبود. سعی کرد یکم دیگه شنا کنه. شنا کردن باعث می شد خودش رو توی آب گم کنه. در نتیجه به چیز دیگه ای فکر نکنه. اصلا شنا رو برای همین دوست داشت. زمان شنا هر چی بیشتر رو کارت تمرکز کنی، بیشتر از محیط اطراف و دغدغه ها دور می شی. انگار از خودت و تمام افکارت فاصله می گیری. چشمش به تابلوی کنار استخ افتاد. استخر ساحلی برونته. یادش افتاد دنم راجع به ساحل صحبت کرده بود. تو سفرش به استرالیا به اینجا هم سری زده بود. اما به شک افتاد. ساحل برونته تو سیدنی بود، نه خلیج بایرون. پس دو تا احتمال وجود داشت. یا ایزی تو این زندگی تو خلیج بایرون نبود، یا نورا اصلا همراه ایزی نبود. از آب بیرون اومد. به سمت کمد لباسا رفت. کمدو باز کرد. از قرار معلوم تو این زندگی لباسای رنگی رو بیشتر میپسندید. رنگ لباساش هم مثل ساعتش شاد بود. تیشرتی با عکس آناناس و شلوار لی صورتی. با خودش فکر کرد تو این زندگی چی کار است؟ مجری برنامه کودک؟ در حال پوشیدن تیشرتش متوجه شد رد چند تا زخم رو دستشه. نمیدونست مال چیه. تازه تتو هم داشت. طرح ققنوس. طرح افتضاحی بود. انگار تو این زندگی اصلا سلیقه خوبی نداره. هرچند هنوزم امیدش رو بابت داشتن زندگی شاد از دست نداده بود. چون شاد بودن هیچ ربطی به سلیقه آدم ها نداشت. لباساشو پوشید. گوشیشو از جیب شلوارش بیرون آورد. گوشیش از زندگی با دن مدل پایین تر بود. خوشبختانه رمزم نداشت. از اتاق لباس بیرون اومد. تو ساحل قدم زد. روز گرمی بود. شاید زندگی زمانی که خورشید همه جا رو روشن میکرد روی بهتری نشون میداد. همه چی از انگلیس سرزنده تر بود. رنگ و روی زندگی هم زیباتر بود. توریستا از هر گوشه عکس میگرفتن. نورا متوجه شد صورتش کمی تغییر کرده. دور از تصور بود. اما لبخند میزد. چشمش به دیوار نوشته ای افتاد. فقط یه بار تو این سیاره زندگی میکنیم. لبخندش از بین رفت. زندگی جدید به معنی حضور در سیاره جدید نبود. اصلا نمیدونست کجا زندگی میکنه. شغلش چیه یا کجا باید بره. اما احساس آزادی میکرد. همه چی براش هیجان انگیز بود. در حال راه رفتن اسمش رو همراه سیدنی جستجو کرد. متوجه شد مردی لبخند زنان به سمتش میاد. مرد برونزه و کوتاه قد بود. موهای کم حجمش رو شل بسته بود. صداشو شنید. سلام نورا. نورا سعی کرد گیج نباشه. جواب داد: سلام. امروز کی شروع میکنی؟ نورا جوابی نداشت. به تته به تو افتاد. من فراموش کرده بودم. مرد خندید. انگار فراموشکاری بخشی از شخصیت نورا باشه. جواب داد: گمونم حدود ساعت 11 باشه. بعد از ظهر میبینمت. نورا پرسید: آره همونجا. کجا بود؟ مرد دوباره خندید. راهشو گرفت و رفت. نورا هنوزم نمیدونست کجا باید بره. از جستجو تو گوگل هم چیزی دستگیرش نشد. اما کمی دورتر از ساحل مسیری به چشمش خورد. شاید همین اطراف زندگی میکرد. شاید یکی از دوچرخه‌های خارج از کافه استخ مال نورا بود. جیباشو گشت. اما خبری از کلید ماشین یا دوچرخه نبود. فقط یک کلید خونه بود. روی کلیدم خبری از نشونی نبود. خسته روی نیمکت کنار خیابون نشست. پیاموشو بررسی کرد. اسمایی توی گوشیشو نمیشناخت. امی، بلا، لوسی پی و کسی به اسم کار بهش پیام داده بود. کجایی؟ بین تمام اسما فقط یه نفر رو میشناخت. لن. ضربان قلبش بالا رفت. آخرین پیامش رو باز کرد. سلام نورا. امیدوارم اوزی باهات خوب رفتار کنه. شاید برات خنده‌دار و عجیب باشه، اما دیشب خواب کافه رویاییمونو دیدم. خواب خوبی بود. خیلی خوشحال بودیم. بگذریم. حس بزن بهار قراره کجا برم؟ استرالیا. سفر کاریه. خیلی خوب میشه اگه همو ببینیم. حتی اندازه یه فنجون قهوه. انقدر عجیب بود که باید خندش میگرفت، اما سرفش گرفت. با خودش فکر چند تا دن تو دنیا وجود داره که راجع به چیزی رویا میبافن و وقتی بهش میرسن ازش متنفر میشن. رفت سراغ ایمیلاش.
یکی از ایمیلاشو برای شارلوت فرستاده بود. قبل اینکه بره اسکاتلند، تنها دوست نورا تو مغازه بود. ایمیلشو خوند. سلام شار، امیدوارم همه چی خوب باشه، تولدت هم عالی برگزار شده باشه. متاسفم نشد اونجا باشم. اینجا همه چی خوبه. بالاخره اسباب کشی کردم. رفتم نزدیک ساحل برونته. جای قشنگیه. دور و برم پر از مغازه و کافه است. هر روز صبح میرم استخر آبشور. بعد از اونم آفتاب میگیرم. اینم آدرسم. استرالیا، نیو ساوت ویلز، برونته، خیابان دارلینگ، شماره 2. بوی ناخوشایندی به مشامش میرسید. لحنش خودنمایی داشت. انگار برای خالش نامه نوشته بود. پر از مغازه و کافه؟ بیشتر شبیه یه نامه تبلیغاتی بود. نورا هیچ وقت با شارلوت یا حتی بقیه اینطور صحبت نمی‌کرد. ضمناً تو پیامش حرفی از ایزی نبود. نمی‌دونست تنهایی رفته توی خونه جدید یا با ایزی. اصلاً شارلوت ایزی رو می‌شناخت؟ چرا راجبش حرفی نزده بود؟ باید از این قضیه سر در می‌آورد. 20 دقیقه بعد توی راهروی خونه‌اش بود. 4 تا پلاستیک آشغال هم جلوی پاش بود که باید می‌بردشون بیرون. اتاق نشیمن کوچیک و دلگیر بود. با مبلای قدیمی. خونه بوی نامی داد. چند تا پوستر از بازیهای ویدئویی روی دیوار بود. نگاهش به زنی با موهای آبی افتاد. زن تلویزیون تماشا می‌کرد. با خودش گفت شاید ایزی باشه. سعی کرد چیزی بگه. سلام. زن به سمتش برگشت. متاسفانه ایزی نبود. با چشمای خسته و بی‌خیالش نگاهی به نورا انداخت و لبخند زد. سلام، چه خبر؟ سلامتی. همه چی خوبه، ممنون. راه افتاد توی خونه. یکی از درها رو باز کرد. دستشویی بود. درو بست و دستاشو شست. چشمش به دوش افتاد. پرده‌ای زرد و کثیف حمومو از دستشویی جدا می‌کرد. تنها واژه‌ای که برای توصیف اطراف به ذهنش می‌رسید، خونه دانشجویی بود. نورا 35 سالش بود. اما اینجا درست مثل دانشجوی کم سن و سال زندگی می‌کرد. یه بسته قرص ضد افسردگی کنار سینک بود. جعبه رو برداشت و نگاهی بهش انداخت. در همین حین زخمای روی تنش هم نگاه کرد. مجله‌ای کنار سطل آشغال افتاده بود. به عکس روش دقت کرد. عکس سیاه چاله. همون مجله‌ای بود که دیروز تو روزنامه فروشی دیده بود. حس می‌کرد مجله خودشه. همیشه به این مسئله علاقه داشت. از دستشویی که بیرون اومد، دوباره چشمش به همخونه عجیبش افتاد. کنارش نشست و سعی کرد فیلمی که پخش می‌شد نگاه کنه. ظاهراً دختر موآبی کاملاً به فیلم علاقه‌مند بود. یهو دختر گفت: به چیزی که گفتی فکر کردم. چی گفتم؟ نگهداری از گربه؟ انگار علاقش به گربه همیشه ثابت بود. جواب داد: آها، خب، به نظرم خوب نیست. واقعا؟ گربه ها انگل دارن. اسمش توکسوپلاس بود. توکسوپلاسموسیس. آره همون. چند وقتیش پادکست گوش میکردم. میگفت یه سری از پولدارا گربه ها رو آلوده کردن تا روی مردم تاثیر بذارن و معیوبشون کنن. خوب که فکر میکنم میبینم گربه ها همه جا هستن. چند وقت پیش با جرد صحبت میکردم. گفت راجب شاپرا شنیدی؟ نورا کنجکاوانه پرسید: چی هست؟ یه جور ملخه. خودش رو میکشه. یه جور انگل توی بدنش هست که به مرور رشد میکنه. باعث میشه فعالیت مغزیش متوقف بشه. بعد مثلا با خودش فکر میکنه من خیلی آب دوست دارم. خودش رو تو آب میندازه و میمیره. اگه تو گوگل خودکشی شاپرا رو جستجو کنی میبینی. بگذریم. منظورم اینه که آدمای قدرتمند و پولدار دنیا سعی دارن با گربه‌ها بکشنمون. تو هم نباید دور بر گربه‌ها بچرخی. میزان تفاوت این زندگی با چیزی که نورا انتظار داشت دیوانه کننده بود. همیشه خودش و ایزی رو